با درود و عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان و حاضرین در جلسه و همینطور هموطنانی که از طریق کانال یوتیوب و همچنین اپلیکیشن کانون ما رو به صورت زنده دنبال میکنن و یا در آینده ما رو خواهند دید. امروز 1 نوامبر 2022 برابر با 10 آبان 1401 و از ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی در خدمت شما هستیم با جلسه هماندیشی ویژه‌ای از کمیته پژوهش از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع حق اعتراض و عنوان برنامه امروزمون هست بررسی شعارهای اعتراض سراسری که در خدمت میهمان گرانقدر مخواهیم بود خانم دکتر رها ثابت سروستانی. البته همونطور که میدونیم یکی از بهترین و جامعترین و کاملترین شعارا که من همیشه تو محافل دوستانه این رو به عنوان شعار قرن یاد میکنم که خب سمبل و سرگل تمام شعارهای اعتراضی بود در این مدت، ولی از خانم دکتر ثابت سروستانی تقاضا میکنم در این باره صحبتهای ابتدایشون رو بفرمایید. بفهمید خانم. خیلی خیلی خوشبختم که بار دیگه در کنار هم دیگه قرار گرفتیم تا یک گفتگوی سازنده و پرباری رو با هم دیگه داشته باشیم. من طبق معمول سعی میکنم یک تاریخچه کوتاه از این موضوع برنامه داشته باشم و یا اگر تئوری های یا فرضیه هایی هست در این مورد، و بعد با هم دیگه به کل موضوع میپردازیم، چون همه دوستانی که شرکت میکنن صاحب نظر هستن و تجاربی دارن و اهل مطالعه، بنابراین از همدیگه میتونیم استفاده کنیم. اگر که یک تحقیق خیلی کوتاه و کوچیکی داشته باشیم در زمینه شعارها، میبینیم که تاریخچه این در واقع شعارها خیلی به عقب برمیگرده، به زمانی که در واقع درباره ایران دارم صحبت میکنم، برمیگرده به زمانی که مردم سعی می کردن خواسته های خودشون رو به صورت جملات آهنگینی که برخواسته از یک نظر جمعی بوده برای به وجود آوردن یه فضای جدیدی یا تغییر یه فضایی که موجود بوده، در واقع شعارها از اون موقع شکل میگیره. بیشتر هم به صورت شعار که نه، ولی همین عبارت جملات آهنگین و یا بعضن به صورت ابیاتی، به صورت شعر، به صورت یک بیت شعر یا دو بیت شعر بیان میشده. این جملات آهنگین و یا این ابیات شعری در واقع بخشی از فرهنگ شفاهی ایرانیان بوده که به نوعی اون سخنی که میخواستن بگن رو به صورت شعرگونه یا ریتمدار، به نوعی، حالا نه حتما با مفهوم شعر، ولی ریتمدار اون رو بیان میکردن، به این دلیل که میتونستن اون رو تکرار کنن. و اصولا به این شکل بوده که یک نفر یا یک گروهی مبتکر اون در واقع عبارت یا اون جمله آهنگین بوده و بقیه اگر مورد تاییدشون بوده اون رو تکرار میکردن. اگه برگردیم به آیین ایرانی ها که به نوعی برمیگرده به دوره در واقع حالا اون آیین زرتشتی که داشتن و یکی از اصول اونها گفتار نیک بوده و اندیشه نیک، در واقع اون عبارت های آهنگینی که به کار برده می شده، حالا چه به صورت جملات آهنگین، چه به صورت ابیات، به صورت شعرگونه، در واقع معنادار بوده و مفاهیم عمیقی رو در بر می گرفته و البته از یک کلماتی یا از یک سمبولایی توش استفاده می شده که بیشتر حالت متافور داشته، یعنی اشاره می کرده به یک موضوعی، حالا این موضوع یا به صورت برای ایجاد یک تشویقی برای اون اتفاقی بوده که افتاده بوده یا یک تغییری که مد نظر بوده.
بعد از اینکه در واقع و این در حافظه تاریخی مردم ایران خیلی از اونها باقی میمونه که بعداً به صورت حالا نه ضرب المثل گفته میشه ولی به عنوان جملات اخلاقی یا جملاتی که به نوعی برمیگشته به موضوعی که باعث تغییر بوده یا تشویق بوده. اما بعد از در بعضی از جاها آمده بعد از حمله اعراب به ایران و در واقع به نوعی چون در فرهنگ مسلمانان بوده که در هنگام در واقع جنگ رجزخوانی میکردن، اون در واقع کیفیت اون جملات کمی تغییر میکنه و به نوعی نشان دهنده این بوده که چطوری نقاط ضعف اون گروه مقابل رو در واقع در جملاتشون بیان می‌کردن و این کم کم بخشی از فرهنگ دوباره شفاهی، یعنی در واقع به نوعی فرهنگ شفاهی ایران رو تغییر میده، به جایی که میرسیم که حتی میبینیم کلم اون زبان فاخر جای خودش رو میده، به قول یکی از محققین جای خودش رو میده به کلماتی که به نوعی در واقع با عبارت فحش تعریف می شده و این باز هم در واقع در مبارزات تاریخی چه قدیم و چه مخصوصا معاصر ایران یک جایگاه خاص و ویژه‌ای برای خودش داشته و اصولا هم به دلایل فرهنگی محققین ما بهش نمی پردازن به دلیل که اون رو در واقع شأن خودش رو نمی دونستن. ولی یکی دو تا مقاله که در این زمینه حداقل من تونستم پیدا کنم خیلی قشنگ این رو توضیح میده که چطور به نوعی حتی اون فحشنامه‌ای که در واقع یه موقع جزء روزنامه هایی بوده، مجله بوده یا ماهنامه‌ای بوده که چاپ می شده، به نوعی نشان دهنده این بوده که چطور باز هم نشان دهنده اون هنری بوده که ایرانی ها داشتن. هنر، حالا اینجا اسمش هنر گفته شده ولی خلاقیت شاید که ایرانی ها داشتن در اینکه بتونن در واقع جملاتی رو بنویسن یا عبارتهایی رو به کار ببرن که حالا یا آهنگین یا به هر شکلی به نوعی نقاط ضعف طرف مقابل یا گروه مقابل رو میگفته یا خشمی رو بیان میکرده یا مخالفت رو ابراز میکرده یا اینکه آرمان و اعتقادی که لازم بوده رو در اونجا بیان میکرده. نکته جالب این هستش که اگه فقط برگردیم به در واقع اینکه چرا در این فرهنگ شفاهی در ایران برمیگرده به از زبان فاخر به یک در واقع کلمات درشت و توهین‌آمیز، در واقع این یک نه به عنوان یک اون چیزی که در واقع محقق میگه نه این به خاطر یک معضل اجتماعی، بلکه این لغلغه کلمات بوده در دهان ایرانی ها و یا کسانی که خلاقانه میتونستن از کلمات و عباراتی که بعضن هم حتی رکیک هم محسوب میشده استفاده کنن برای ابراز مخالفت یا خشم خودشون یا ایدهی که میخواستن اون رو در واقع تغییرش بدن یا تحوه تفکری که میخواستن تغییرش بدن. همین محقق در ادامه صحبتش بیان میکنه که این چیزی نیست که بشه در واقع به همین راحتی تغییرش داد، به خاطر اینکه حتی در فرهنگ مردم ایران هم این فحش رو به عنوان یک باد هوا محسوبش میکردن و خیلی براش اعتباری قائل نبودن و اون رو در حد همین که در واقع خشم خودشون رو بیان کنن میدیدن، نه بیشتر از اون. چنانچه اشاره میکنه، میگه که شما اگر مثلا انگشت پاتون بخوره به یک به گوشه صندلی، هیچ وقت نمیاد از یه زبان فاخری برای بیان دردتون استفاده بکنید، بلکه معمولا یکی از کلماتی که بلد هستید که به نوعی نشون دهنده حالا شاید لعنتی یا هر چیزی به اون پایه میز یا صندلی هست رو میگید. بنابراین میخواد بگه این خیلی، در واقع این محقق اشاره میکنه که این خیلی هم چیز مهمی نبوده.
اما همین محقق در ادامه میگه که وقتی که بررسی بکنیم شعارهایی که در ایران معاصر اتفاق افتاده قبل از انقلاب و بعد از اون، خیلی یه دستبندی خیلی جالب میکنه که من فکر کردم شاید برای همه ما جالب باشه یه بار دیگه اینا رو مرور کنیم، هر چند که من میدونم همه ما اینا رو به یاد میاریم و خیلی فقط یه مرور کوتاه هست. میگه که بعضی از این شعارها نظرات جامعه قبل از انقلاب، نظرات جامعه در حال انقلاب درباره رژیم حاکم بود و اصولا کلماتی رو میگفت که نشون میداد چه چیزی رو اونها میخوان. و بعد یه مدل دیگه شعارهایی بود که دلایل مخالفت رو نشون میداد و معمولا اصولا اینها از کلمات تابو یا رکیکی استفاده می شد که خانواده سلطنتی رو در واقع نشانه گرفته بود یا اطرافیان در واقع چیزای حکومتی در اون زمان رو. نوع سوم دیگه از شعارهایی که در اونجا دستبندی کرده این محقق میگه پیروی از رهبران انقلابی بود که در اون زبان اونها میشناختن، یعنی به نوعی اسامی اونها یا تکرار اسامی اونها در شعارهایی که میدادن نشون دهنده این بود که چطور اونها در واقع حرف شنوی میکنن از این کسانی که رهبران اون انقلاب هستن. چهارمین دسته‌بندی آرمان‌ها و اعتقادات مردم رو به نوعی بیان می‌کرده، یعنی اشاره می‌کرده به جملاتی که نشون می‌داده مردم دنبال چی می‌گردن و چی می‌خوان. و پنجمین دسته‌بندی این هستش که کمال مطلوبی که در نظام جدید به دنبالش می‌گشتن. و بعد از اون میاد میگه که چطوری بعضی از همین شعارها در بین خود مردم محبوبیت پیدا میکنه و ادامه پیدا میکنه و بعضی از اونها همون یکی دو بار شنیده میشه و بعد خیلی مورد تایید جمع قرار نمیگیره، گروه مردم قرار نمیگیره و از صحنه خارج میشه. از جمله اونها میگه که یه مورد دیگه هم که باز دستبندی میکنه که فراموش کردم اینه که بعضی از این شعارها به یک واقعه خاصی اشاره میکرده و اون واقعه خاص به یاد مردم میآورده که چی شده و حالا چرا مردم مثلا موافق هستن یا مخالف هستن با این موضوع. مثلا یکی از شعارها رو بررسی میکنه و میگه مردم در قبل از انقلاب مردم اصولا میگفتن ما میگیم شاه نمیخوایم نخست وزیر عوض میشه، ما میگیم خر نمیخوایم پالون خر عوض میشه، نه شاه میخوایم نه شاپور، لعنت به هرچی مزدور. و بعد همین تکه رو بررسی میکنه و میگه که چندین تا پیام داشته این موضوع، نه فقط این بوده که اونها دنبال این نمیگشتن که نفری در، یعنی به دنبال یه تغییر کلی در نظام اون زمان بودن و نه به دنبال تعویض فرد که مسئول اون کشور بوده نخست وزیر. بعد اون رو با در واقع لقب خر اگر مطرح میکردن به دلیل اینکه خود این یک اشاره میکرده به یه مفهوم دیگه برای در فرهنگ ایرانی به نشانه اشاره به نادانی و اینکه حرف ما رو نمیفهمن. و بعد دو تا اسم خاص رو به کار میبره، شاه و شاپور، و در واقع اشاره به این هستش که ما هیچ کدوم از اینا رو نمیخوایم. و بعد هم مزدور به معنای اینکه اشاره میکرده به اینکه مردم به این اشاره میکردن که هر دو اونها رو مزدور میدونن. و بعد در برابرش میگه که از جمله شعارهای دیگه که خیلی چیز پیدا کرده بوده، محبوب بوده در بین مردم، این شعار بوده: درود بر خمینی، سلام بر مجاهد، درود بر خمینی رهبر مستضعفین. و میگه دوباره این یک پیام نه فقط سیاسی و اعتقادی بلکه یک باوری در بین مردم رو نشون میداده که اونها به دنبال مجاهد بودن و خمینی رو به عنوان مجاهد و هر کس دیگه که پیرو او بوده رو به عنوان مجاهد میشناختن و همینطور او رو رهبر گروه بزرگی از مردم میدونستن که به دنبال آزادی و تغییرات بودن.
به همین ترتیب اشاره میکنه به یه ستاد شعار دیگه که خیلی خیلی جالبه، که حالا اگه احتمالا همه ما به یاد میاریم، ولی خیلی شاید در جوهر خودش با شعارهای امروزه مطابقت میکنه، شاید اسامی عوض شده. نهایت آخرین صحبتی که میخوام عرض کنم خدمتتون و بعد با همدیگه بشینیم مطلب رو بررسی کنیم از دیدگاه های مختلف، این هستش که این محقق اشاره میکنه شعارها از برخواسته از یک فهم عمیق و یک حرکت خلاقانه یک گروهی از افراد هست که به نوعی به جای که سخنوری بکنن در یک جمله کوتاه میتونن به چندین تا موضوع اشاره بکنن و در واقع اون رو خیلی یک چیز اشاره میکنه که این یک توانایی هست که در مردم ایران وجود داشته و یک سابقه تاریخی داره. اما میگه که اگر که قرار باشه واقعا این شعارها نشون دهنده اون تغییراتی هستش که به وجود بیاد، اینطوری نیست که فقط کلمات یا جملات رو عوض کنیم، بلکه نظام آموزشی باید وجود داشته باشه. یعنی نظام آموزشی باید تغییر کنه که این کلمات و این نحوه تفکر یا اون چیزی که قرار در واقع گفته بشه هم تغییر بکنه. این یه چیز ساده نیست برای تغییر جایگزین کردن بعضی کلمات به جای بعضی کلمات دیگه. و اشاره میکنه به نقش تاریخی فحش در مبارزات ایران در طول تاریخ و میگه که این حتی در بین محفل فرهنگیان، چه در قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب، به اشکال مختلف وجود داشته و این باز هم به خاطر همون این بوده که خیلی این کلمات در واقع اهمیتی نداشته، یعنی فقط لغلغه لسان بوده. فکر میکنم همین اندازه کافی هست. بقیه مطالبی که جمع آوری شده رو میتونم در بین صحبت هایی که دوستان میکنند در میون بذاریم، ولی فکر کردم شاید خوب باشه قبل از اینکه جمع رو باز کنیم چند تا از شعارهایی که به نظرمون حقیقتا سازنده هست و نشون دهنده اون نظامی هستش که میخواییم بهش برسیم رو بنویسیم توی چت، هر کدوم از دوستان که مایلن، و اونایی که فکر میکنیم واقعا به نوعی مخرب هست، یعنی باز هم زن ستیزی و جنسیت گرایی و به نوعی تحقیر و ضد در واقع یک گروهی یا یک اقلیتی هست یا اشاره به ناتوانی هست، اونها رو هم بنویسیم. نه به این که بخوایم بگیم اینا بد خوبه، اصلا این یک کار علمی نیست، فقط منظور ما این هستش که بفهمیم واقعا از پشت اینا چه پیغامی داره به یک به جمعیتی که شنونده هستن میرسه. خیلی ممنون جناب شایگان، اگر که ادامه بدید شما از اینجا بپر. بله خیلی ممنونم خانم دکتر ثابت. البته شما تو صحبتاتون به یک بخش اشاره کردید که بخش تاریخی این شعار هاست که به قول معروف فرهنگ ادبیاتی ما و آهنگین بودنش، فکر می‌کنم به خاطر اینه که ما خیلی به موسیقی اهمیت میدادیم. حالا تو این 14 گذشته خب یکم کمتر بوده، ولی خب موسیقی بوده. ما حتی تو شعارهایی که تو اینجا ما تو آلمان هستیم دوستان میدادن، من دقت میکردم حتی شعارهای آلمانی، یعنی زبان سخت آلمانی رو هم به صورت آهنگین و شعرگونه شعار میدادن و این برام خیلی جالب بود. حالا بشنویم دوستان عزیز خانم روزا جهانبین رو در ابتدا نظرشون رو بشنویم. بفرمایید خانم جهانبین. خیلی ممنونم. من سلام عرض میکنم به همه دوستان عزیز و خانم ثابت عزیز. یه سوال داشتم از حضورتون خانم ثابت. چیزی که بیشتر در موردش الان صحبت شد خب در مورد انقلاب گذشته بود. من ترجیح میدم در مورد انقلاب و اون تغییر تحولاتی که الان داره اتفاق میفته توی ایران و شعارهایی که الان داره داده میشه صحبت کنیم.
خودتون نظرتون در مورد این شعارهایی که داده میشه الان در حال حاضر گفته میشه، نظرتون رو دوست دارم بدونم و تفاوتی که با حالا نسلهای قبلی و اتفاقات گذشته و سالهای گذشته داشته. به هر حال فقط امسال ما شاهد این شعاردهی نیستیم. سال 88، سال 96، سال 98، حتی 1400، تمام این سالها ما این مسائل رو داشتیم. خیلی دوست داشتم نظرتون رو در مورد این سیر شعارها و این ماهیتشون و اگر تفاوتی پیدا کردن در مورد این صحبت کنید. مرسی. البته ما خیلی دوست داشتیم شما خودتونم بگید، من که فهمیدم یه 10 دقیقه الان صحبت کردم. خانم دکتر اگر موافق باشید دیگر دوستان هم دست بلند کردن، ما رو هم بشنوید و بعد خانم سیمین شما هم لطفا نظرتون بفرمایید. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان و مهمان گرامی برنامه. خانم دکتر عزیز، یه مسئله ای که به ذهن من اومد این هستش که اصلا به طور کلی مشکل اساسی خاورمیانه، حالا هر چی که باشه، چه وضعیت دینی و بیدینیش، غربگراییش، هویت‌گراییش، تجددگرایی، حالا هر چی رو که ما حساب کنیم، یه امر مسلمه و اونم غلبه نگاه مردانه نگر و مرد محور و اون پدر تباری هست که بر امور فرهنگی سیاسی اجتماعی این منطقه از دنیا حاکم هست و در واقع ما اصلا یه غیاب زنانگی رو در امور و شبهات زندگی این قسمت داریم که عملا این باعث میشه که ما یک سری جوامع خشن و نابردبار و سلسله مراتبی و سلطه‌جو رو داشته باشیم. اما توی این جنبشی که الان راه افتاده و این انقلابی که ما در ایران پیش رو داریم، یه خیز بلندی برداشته شده به سهم فهم و جدی گرفتن این زنانگی. نمادها و عاملای در واقع اصلی این جنبش اومدن دخترها و زنایی شدن که واقعا دارن یک حادثه تاریخی رو رقم میزنن و اون در واقع اون نگاه های متمادی مردان محور رو و پدر سالار رو دارن عقبتر میزنن. حالا توی جنبش های در واقع سالای 88، 96، 98 من یادمه که یه مثلا شعاری بود با این مضمون که بی غیرت ها نشستن زنا به ما پیوستن. این خود همین شعار یه نگاه زنستیزانهی داشت در واقع. اما امروز با توجه به اینکه فعالا و مثلا اکثر این افرادی که الان دارن فعالیت میکنن خودشون خانوم ها هستن، اگرچه آمار کشتگان آقایون بیشتر هست، اما به هر حال نام های تاثیرگذار رو ما داریم زنانه میبینیم و من فکر میکنم ادامه این جنبش به هر حال با توجه به اون محوریت شعاری که ما داریم زن زندگی آزادی، خیلی میتونه در واقع در اتفاقات بعدی که تو کشور ما میخواد رخ بده تأثیر داشته باشه. علاوه بر اون میخوام یه مورد دیگر رو اضافه کنم در خصوص این مسئله که به هر حال تو جوامع ما میبینیم که خشم یک جای اونقدر غلبه پیدا میکنه که دیگه انسانها از حالت طبیعی اون شعارهای زیباشون خارج میشن، شعارها به سمت در واقع افرادگرایانه پیش میره. همون جوری که شما فرمودید بودید این الفاظ رکیکی رو که ما گاهن شاهد هستیم و الان شعارهایی که رادیکال هست، ما نباید همه اینها رو به عنوان در واقع اون اتفاقات بطن خود اون جریان در نظر بگیریم. ببخشید بخشم تموم. بله سه دقیقه رو لطفا رعایت کنید. اگر سوالتون تموم شده که هیچی، اگر نه که لطفا در ادامه وقت دوباره بگیرید. خانم دکتر صحبت میفرمایید یا دوستان دیگه هم نظرشون بگن؟ گوش کنیم، سه نفر تو نوبت هستن، گوش میکنیم. بله خانم زینب ایزدی شما هم بفرمایید لطفا، فقط 3 دقیقه رو لطفا رعایت کنید. ممنونم. صداتون قطع شد خانم ایزدی. صداتون بسته است. بله صداشون بسته است. اگر من الان باز شد صدای من هست؟ بله. سلام عرض ادب. سلام. من میخواستم راجع به این شعار زن زندگی آزادی نظرمو بگم. به نظر من این شعار زن زندگی آزادیش وقت نباید عوض بشه، چون به مجرد این که میگیم
زن یعنی مادرم، خواهرم، دخترم و همسرم. پس وقتی که ما به مجردی که اسم زن میاریم، در اول اینا در نظر گرفته میشه، بعدن میان میگیم زندگی. زندگی همون شور و شوق، هیجان، شادی، لذت، رشد و پیشرفت و کماله. این هم همون مفهوم زندگی است و این هرگز به روی مادران باز نمیشه مگر اینکه در آزادی و آزادگی باز بشه. خیلی ممنون به این فرصت دادیم. این نظر من بود که شنید. ممنون از شما خانم ایزدی. آقای رایی، البته آقای رایی توی چت هم نوشتن شعارهاشون رو، ولی خب خودشون بگن فکر کنم بهتر. بفرمایید. بله بله، با درود به شما و خانم ثابت عزیز. از صحبت بسیار خوبتون و آموزندتون، من این شعارها رو نوشتم چون به نظرم علاوه بر شعارهای مختلف که داده میشه، لازمه یه سری شعارهای استراتژیک که در نظر گرفته بشه برای تمامیت جنبش و همه جانبه شدن جنبش و اصل در مقابل اصل قرار دادن جنبش، یعنی اصل رو با فرع اشتباه نگرفتن. شعار زن زندگی آزادی با خانم ایزدی موافقم که لازمه باقی بمانه، چون این افتخاری است برای ایرانی ها که زنها جلو بیفتن. این نظر من هست و تا زنها جلو نیفتن و تا زنها موضوع اصلی نباشن این جنبش به نتیجه نمیرسه. در ایران خود ما هم جنبش ها همواره با مشارکت زنها بوده و با تشویق زنها بوده. انقلاب مشروطه خودمون رو اگه نگاه بکنید میبینید حتی زنها اسلحه به دست گرفتن همراه مردم و جنگیدن. نکته بعدی رو که میخواستم بگم اینه که در مورد این لغلغای لسانی، شاید این نکته رو هم لازمه بهش توجه کنیم که یک مقدار انرژی های ما تبدیل به انرژی های منفی میشه، یعنی احساس ما، این هیجان های ما تبدیل به انرژی های منفی میشه و این حیفه. به این علت که میتوانیم و توان اینو داریم و فرهنگ ما نشون داد توان اینو داریم که از توش انرژی های مثبت بیاریم. نکته سومی رو که میخواستم بگم، توجهی که فیلسوف امریکایی جدیدن کرده و اون این استش که فمینیسم ایرانی مشکل، یکی از مشکلات جهانی فمینیسم رو حل کرده و اون این استش که از میزاندری، از مرد ستیزی خودشو رها کرده و زنها همکاری میکنن با مردها و مردها رو از خودشون میدونن. یاد حرف خانم الیزابت بدنتر میفتم که ایشون میگه این زنا هستن که میپذیرن مردا همراهشون باشن و هم سطح مردا باشن، این مردا هستن که نمیپذیرن. مرسی، خیلی ممنون. مرسی از شما آقای رایی، سخنرانیتون مثل همیشه خوب و آموزنده بود. آقای رفیع، آقای حمید رفیع، لطفا بفرمایید شما. سلام، با تشکر از کار خیلی خوب شما خواستم فقط بگم که یک چیز کوچی فقط پرانتز ببنده باز کنم. دوستان عزیز، انقلاب ها با هم، انقلاب هیچ انقلاب یتیم نیست، یعنی یتیم نیست، یعنی تا انقلاب ها زنجیرن، یعنی که این زنجیره ها رو ما خودمون حفظ نکنیم ضربه های سنگین میخوریم. یاد بگیریم که سرمایه شون کنیم برای آینده، اونا رو بیاموزین، ضعف ها رو بشنوین. این حرفا که انقلاب قبلی، انقلاب بعد، اینا رو نگید، اینا رو اگه بگید زنجیره رو ببرید، هیچ انقلابی یتیم نیست. این اول، اگه یتیم بود باشید باید وضعش خراب. یک دو، در انقلاب 57 بهتون بگم خیلی خستی شعارها خودجوش بود، یعنی آقای ازهاری که میاد میگه اون حرفو میزنه که یه عده اینا نواره، جمعیت زیادی که میاد میگه نوار نیست، این خودجوش بود، یعنی کسی براشون سوال نداره. یه چیز دیگه هست که مهمه، شعارها باید شفاف بگوین چی نمیخواهیم، چی میخواهیم. این چی میخواهیم ها جنبش رو عمومی تر میکنه، همگانی تر میکنه. خیلی ها مثلا میگم یه ده میگفتن از چاله افتادیم تو چاه، ولی من کار ندارم این حرفشون درست نیست، چون ریشه شاهنشاهی با ریشه دستگاه استبداد دینی دو تا ریشه تاریخی استبداد از هم جدان، هیچ ربطی هم به هم ندارن. از یکی رد شدیم به یه، قول فردوسی، از یه خان رد شدیم به خان بعدی رسیدیم، خانا به هم ربطی ندارن. یکی که رد شدیم اون یکی دیدی. ولی همین هم بگیریم، خب الان از این چاه که میخواییم بیاییم بیرون کجا میخواییم بریم؟ اون شعار باید واضح بگه. وقتی واضح شد
اون گوینده هاش معتمدای مردم شدن، به قول فردوسی کاوه بودن، یا آهنگری که معتمد مردم هست، اون میتونه اون خواست ها عمومی بشه. شعارها پس بنابراین باید خیلی شفاف باشن، آینده رو شفاف کنن با اون شعار زن. البته خیلی زیباست، باید حفظ بشه، برای خاطر اینکه همونجور که آقای رایی و خود اون خانم گفتن میتونه بیان این باشه که ایرانی از مردم سالاری داریم رد میشه به نام دین، به نام هر چیز دیگه ای، و این خیلی مثبته. ممنون از شما. دقیقاً. ممنون از شما آقای رفیع عزیز. الان فکر می‌کنم خانم جهانبی منظورش این بود که چون بحث امروز ما در مورد شعارهای این اعتراض هست، منظورشون این بود. حالا خودشون شاید بتونن بهتر توضیح بدن. خانم سیمین دوباره شما رو میشنویم، بفرمایید. متشکرم که مجدد به من فرصت دادید. من تنها نکته باقی مونده این هستش که ما باید در هر مبارزه انقلابی شعارهایی رو مد نظر داشته باشیم که دایره شمولش وسیع‌تر باشه، مثل آزادی. همون جوری که تو انقلاب کبیر فرانسه آزادی شعار اول بود، بعدش برابری، بعد برادری، یا حتی همین وضعیت رو تو انقلاب بلشویکی روسیه داشتیم که اونجا هم آزادی در واقع ابتدا بود. اما این که بعدها آزادی به چه شکل به استبداد منجر میشه، خب اون یک بحث جداگانه است. اینجا هم ما باید ابتدا همون آزادی رو داشته باشیم، به اضافه این که همون توضیحی که دادم، این زنانگی قضیه، زن زندگی آزادی، و حواسمون باشه به این که به هر حال هر کدوم از احزاب هم همچنان برای خودشون شعارهایی رو طرح میکنن که قاطی این شعارهای در واقع مردمی وارد میشه و متاسفانه خیلی هاشون میتونن که عامل جدایی و تفرقه باشن. متشکرم از شما. بسیار عالی، ممنون از شما خانم سیم. بفرمایید خانم دکتر. اگه اجازه بدین قبل از اینکه گروه بعدی از دوستان صحبت کنم، من خواستم در رابطه با سوالی که خانم جهانبین کردن و فکر میکنم خیلی خوب جوابش بود، این موضوع رو بیان کنم که باید یک فرقی بذاریم با توجه به سابقه تاریخی که در ایران دیدیم و هنوز هم داریم میبینیم، چه قبل از انقلاب و چه حالا بعد، چه از انقلاب مشروطه حالا بخوایم اگه شروع کنیم، باید یه فرقی بذاریم بین شعار و ببخشید اینو میگم ولی این خب توی فرهنگ ماست، و فحش سکسی. یعنی در واقع باید بین این دوتا فرق گذاشت. نمیشه به هر دوتاش گفت. واقعیت اینه که دوتا شعار نیست. شعار همونطور که عرض کردم به لحاظ ادبیاتی یه مفهوم و یک سابقه تاریخی در ایران داره که معمولا همون حالا طبقه بند، 5 تا طبقه بندی که عرض شد خدمتتونه، و به همون ترتیب فرهنگ فحش در ایران هم با خودش یک فرهنگی رو به دنبال میاره که به نوعی زن ستیز هست، به نوعی خواهر و مادر هر کسی رو در واقع هدف میگیره و توهین‌آمیز هست و تحقیرآمیز و همه این چیزایی که میدونیم. بنابراین یک باید بین این دوتا فرق گذاشت، و به نظر میرسه که هرچی افراد از یک در واقع فهم عمیق‌تری نسبت به اینکه چطور میخوان خشم خودشون و اعتراض خودشون رو بیان کنن، اون فهم هرچی عمیق‌تر باشه در اونها، بیشتر به سمت شعار میرن تا به سمت در واقع فحاشی و به کار بردن کلماتی که فاخر نیست. اما درباره خود شعارها که در واقع در حال حاضرش میخوام عرض کنم خدمتتون، که به نظر من خیلی از اونها با هم، من این صحبتی که یکی از دوستان کردن رو خیلی پسندیدم که و فکر کنم هممون هم از راز حداقل جامعه شناختی میتونیم بهش بگیم که هیچ انقلابی یتیم نیست، واقعا اینطوریه و از تو دل همدیگه زاده میشه، و بنابراین همون شعارها ممکنه کلماتش عوض میشه ولی مخاطبش ببخشید عوض میشه، ولی همون مفاهیم تکرار میشه. مثلا شما ببینید میگن مثلا اینطوری بوده، تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. همین مفهوم رو ما میتونیم تو بعضی از شعارهایی که امروز داده میشه ببینیم، یا اینکه ایران ما دریای خون است، رژیم ظالم شاه سرنگون است. باز دوباره همین مفهوم رو میتونیم به اشکال مختلف در شعارهای امروزی ببینیم. این که میگیم در درون خودش زاده میشه، زاییده میزاید انقلاب بعدی یا موج بعدی یا خیزش بعدی رو به همین دلیل هست. و اگر
باز هم داریم به این سمت میریم که منتشر کننده یا توسعه دهنده این افکار هستیم، به نظر میرسه یه ذره باید بیستیم و فکر کنیم. یه اتفاق خیلی جالبی که همه ما بهش معترف هستیم در خیزش کنونی اتفاق افتاده این که مردمی از تمام گروه های مختلف و نه فقط از گروه های مختلف بلکه از سنین مختلف در کنار همدیگه قرار گرفتن و همدیگه رو یاد میکنن و این یکی از زیباترین و باشکوهترین جلوه هایی هستش که میتونیم بگیم واقعا، نه به خاطر تعصب ایرانی بودنم میگم، ولی مردم ایران پیش چشم مردم دنیا باز کردن، چیزی که واقعا شخصا ندیده بودم توی تمام این سالهای مبارزه توی جاهای دیگه‌ای که داره اتفاق میفته که یاد کنن از همه افراد، بلکه معمولا در بروی همون گروهی که تارگت داشتن منظور نظرشون بوده صحبت میکردن. اما در ایران این اتفاق افتاده. یه اتفاقی که یه چیز دیگه‌ای که خیلی شاید جالبه که بدونیم اینه که فقط شعار نیست که مردم در این خیزش اخیر، مردم ایران چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، دارن به کار میبرن برای بیان منویات و اهدافی که دارن، بلکه از موسیقی و شعر استفاده میکنن، از پرفورمنس نمایش هایی که استفاده میکنن، از تصاویر و نقاشی هایی که استفاده میکنن. یعنی حقیقتا این نشون میده که اون چیزی رو که باهاش مخالفت دارن و یا اون چیزی رو که میخوان دارن به اشکال مختلف اون رو نشون میدن و این نشونه حقیقتا نشونه یک رشد و بلوغ هست. اما باز هم سوال اساسی تر اینه، یعنی اگه بخوایم یه لول بریم عمیق‌تر بشیم توی گفتمانی که الان داریم، اینه که انواع این شعارها یا این شعرها، موسیقیها یا نمایش پرفورمنس ها یا این تصاویر میتونه چه چیزهایی رو در واقع نشون بده. مثلا اینی که گفتن استراتژیک باشه، یعنی بگه ما چی میخوایم، چه نظامی. یکی ممکنه اعتقادی باشه، یعنی یه سری از باورها و اعتقاداتی که مردم میخوان بهش برسن، یا اونطوری که یکی از دوستان گفتن چه آینده‌ای داره تصویر میشه، که به نظر میرسه هنوز توی یک محالود هست اون آینده. بنابراین خیلی خوبه که این دربارش هم اینجا یه خود، یعنی سطح گفتگومون رو یکم عمیق‌تر کنیم و در این باره صحبت کنیم که اگر شعارها یا اشعار یا موسیقی یا تصاویر یا هر چیزی بخواد این موضوع رو بررسی کنه، واقعا چطوری بعضی از شعارها حذف خواهد شد و بعضی از شعارهای دیگه جایگزین میشن، یا در حال الان دو مرتبه باز هست فضا برای اینکه دوستان مطالبشون رو بیان کنن. یک کوچیک ببخشید جناب شاید، یک کوچیک درباره موضوع اون باور و اعتقاد بگم. منظورم ممکنه حالا بعضی در اینجا هم بخوان درباره مذهب هم صحبت کنن، هیچ بحثی درش نیست، ولی میخوام بگم مثلا فرض کنیم وقتی درباره زن صحبت میکنیم، امروز دیگه کسی به جنس زن خیلی توجه نمیکنه، این که این زن یک انسانه، میخواد از هر، میخواد کرد باشه، بلوچ باشه، ترک باشه، جنوبی باشه، شمالی باشه، با سواد باشه، بی سواد باشه، چه سنی داره، با حجاب بی حجاب. یعنی منظورم اینه که حقیقت انسانی اون فارغ از این که نگاه جنسیتی یا قومیتی یا زبانی بهش داشته باشیم مطرح هست. یا وقتی درباره اون زندگی صحبت میکنیم، قطعا منظورمون این زندگی نیستش که مثلا فرض کنید صادراتی باشه یا بسته‌ای باشه از یک جای دیگه دنیا به کشور به ایران، بلکه داریم به این فکر میکنیم این زندگی میتونه خیلی جوانب مختلفی رو در بر بگیره، چطوری طبیعتی که از بین رفته رو سالم بکنی، چطوری همه چیز رو در بر داشته باشه، نه فقط منظور رفاه اقتصادی یا بخشی یا بخش کوچکی از مفهوم زندگی، بلکه با همه چیز در ارتباطه. و باز هم آزادی هم همینطور یک مفهوم عمیق‌تری از
این که فقط آزاد باشم هر جور دلم میخواد بپوشم، بلکه خیلی چیزای دیگه. دسترسی، مخصوصا فکر میکنم دسترسی به دانش یکی از اون چیزایی هستش که میتونه جز بخشی از شعار باشه، یعنی بخشی از خواسته هایی باشه که ما میخوایم. ببخشید، بفرمایید. خواهش میکنم، خیلی هم عالی بود خانم دکتر. البته من یک نکته رو آقای رایی بسخواهی میکنم، من یک نکته کوچیک رو بگم بعد شما صحبتتون بفرمایید. ببینید، یک سری از شما 5 لول رو فرمودید برای شعارها. یک نوع شعار هم داریم که شعارهای واکنشیه دیگه. مثلا یک مقامی میاد توی ایران تو تلویزیون حالا جایی سخنرانی میکنه، بلافاصله مردم میان در مقابل اون یک واکنشی نشون میدن و یک شعاری رو مطرح میکنن. اکثر این شعارها هم از طرف دانشگاهی ها، یعنی دانشجوهای و یا بعضی هاشون دانش آموزا پیش میاد. حالا سوال اینجاست، آیا این شعارهایی که داده میشه، حالا بخش واکنش رو بذاریم کنار، خود موضوع شعار رو، آیا این شعارهایی که داده میشه نشاندهنده بلوغ و رشد جوانان و جامعه ما در کل هست، و یا اینکه نه بر اساس همون چیزی که آموزش دیدن میان یک سری واکنش های نشون میدن، الگویی که داشتن تکرار میکنن؟ بله، آقای رایی رو بشنویم ابتدا. بفرمایید آقای رایی. بله، خیلی ممنون. حرف خانم ثابت کاملا به جاست که لازم این شعارها بعضی هاشون جایگزین بشن و بعضی ها هم تکمیل بشن. به عنوان مثال در این شعارها، شعارهای در رابطه با محیط زیست خیلی کم دیده میشه، در رابطه با اینکه انقلاب، اگر انقلابی یک پدیده جهانی است و لازمه توجه بکنه به جنبه جهانی انقلاب و شعارهایی که در همبستگی جهانی هست لازمه بهش توجه بشه، به سلامت انقلاب دیدم توجه شده، از جمله اینکه هیست توی، هرزه توی، زن آزاد منم. نشان میده که مریضی رو نشان کرده و نشان کرده که این جنبشی که ما داریم سالمه و افتخار میکنیم به زن بودن، افتخار میکنیم به انسان بودن، به افتخار میکنیم به این جنبه سلامت یک جنبش. نکته دیگه که لازم مورد توجه قرار بگیره این هستش که به همه نیازهای حقوقی لازم توجه بشه. نیازهای حقوقی رو نمیشه بعضی ها رو خواست و بعضی ها رو نخواست، و لازمه که در این شعارها به همه جانبه بودن این نیازها بدون از قلم انداختن هر کدوم از اونها توجه بشه. مرسی، خیلی ممنون. ممنون از شما. آقای رفیعی بفرمایید لطفا. خواستم فقط یک توجهی هم بدم. دو جور شعار هست. یه جور شعارهای هستش که همونجوری گفتم افق فردای روشن رو نشون میده، مثل استقلال، آزادی. یه سری شعارها هستش که دیروز میگفتیم، ولی دیروز سال دوران انقلاب اکثریت سازمان ها مخالف اعدام نبودن، بنابراین مرگ بر شاه خیلی توضیح واضحات بود. امروز خیلی ها فهمیدن که اعدام چیز خوبی نیست و بنابراین مرگ خواستن رو دیگه باید بذاریم کنار. چرا میگم مرگ بر شخص گفتن بده؟ برای اینکه مرگ نشانه کینه است، کینه ها رو زیاد میکنه، در حالی که عشق به وطن، عشق به استقلال و آزادی وطن یک عملیات نسیله های دیگه ای رو طلب میکنه که اون کینه طلب نمیکنه. بنابراین هر گونه که عمل، یعنی هر وسیله هدف خودش رو تعریف میکنه. بنابراین بیان کینه وسیله استقلال و آزادی و آبادی کشور نخواهد شد، و وسیله همون اعدام های انقلابی و خونریزی هایی که ما شاهدش بودیم میشه، تکرارش هم میشه کرد و متاسفانه قول بعضی ها که میرن درخت میخوان آویزون کنن یه درو. ولی گفتیم استقلال، آزادی، دیگه نه مرگ بر هیچ کسی، میگوییم که ما تجربه دست درس گرفتیم، بنابراین شعارامون برای عدالت، نه برای کینه. حتی بدترین ها هم حقوقشون حفظ خواهد شد. اینا چیزهاییست که برای آینده است. من ممنون. کاملا موافقم با شما، این خیلی نکته مهمیه که بهش بپردازیم.
بله. خانم زمان بیرجندی از بفرمایید شما. خب درود میفرستم خدمت همه عزیزان، خسته نباشین، صحبت همه بسیار عالی بود. منم با بسیار صحبت ها موافقم، مثلا حالا در واقع گوشه از صحبت های من صحبت قبلی جناب آقای رایی هستش. فقط نظری که میخواستم در این زمینه بدم خدمتون این بود، جدا از این که ما این قضیهی که در شعارها باید استقلال آزادی جمهوری باشه و واقعا زیباترین شعاری که از روز اول این جنبش تا امروز بوده همون زن زندگی آزادی هست، اما میخوام فقط به این نکته اشاره کنم که من فکر کنم تو این 44 سال در واقع حکومتی که برقرار بوده توی ایران با مردم ایران با همین در واقع میشه بگیم با همین زبان فحاشی صحبت کرده، از جا که مردم رو خار خاشاک حساب کرد، اراذل و اوباش حساب کرد، حتی الان جنبش اونا رو به پای بیبندوباری و هرزگی زنان گذاشته که میگن مثلا وقتی میان مسئولین دولت صحبت میکنن که شما میخواییم بی حجاب بشین که ال کنید و بل کنید، همه میدونیم. من فکر میکنم جدا از اون به قول معروف هیجاناتی که وجود داره، این یک نوع زبان اعتراض هستش. مثلا همین شعاری که آقای رایی فرمودن دقیقا در رابطه با همین صحبتهایی که همین مسئولین در مورد زنان کشورمون میکنن و در مورد این جنبش به این صورت صحبت میکنم. و حالا من میگم موافق با قضیه اون فوش هایی که داده میشه کلن نیستم، اما خب این رو میتونیم بگیم که اول مقصر اصلی خود حکومته، چون زبانش همیشه با خود مردم کشور ما فحاشی بوده، در واقع همیشه توهین و تحقیر به زنان بوده، اینو باید حتما در نظر بگیریم. من فکر کنم شاید بیشتر بشه از این جنبه بهش نگاه کرد که این نوع شعارها، میگم نه با اون قسمت شعارهایی که سکسی هست نه، ولی با شعارهای دیگه ای که داده میشه من فکر میکنم این فقط یه جنبه اعتراض داره که یعنی حرف خودشون رو بهشون بفهمونن که به این صورت بخوان عنوان بکنن. مرسی، متشکرم که این تایم رو به من دادی. مرسی از شما خانم بیرجندی. بفهم خانم دکتر اگه اجازه بدید، چون سوالی که شما کردین خب خیلی سوال مهمیه و به اشکال مختلف دوستان بهش اشاره کردن، میخواستم بگم که باز این به عنوان یک آسیب شناسی در واقع شعارها اگه بخوایم بهش بررسی کنیم، شعارهایی که به صورت واکنشی هست به همون شکلی که شما گفتید، این خب البته در فرهنگ‌های دیگه هم موجود هست ولی در ایران خیلی قوی تر اتفاق میفته که بلافاصله اون قسمتی از اون در واقع صحبتی که یکی از دولت مردان میکنه روش مطلبی ساخته میشه، یک جمله آهنگینی ساخته میشه و تکرار میشه. اما واقعیت اینه که نمیشه اونا رو انکار کرد، درسته، برای اینکه به نوعی نشان دهنده این هستش که بلافاصله به اون فرد جواب داده میشه که اینطوری که فکر میکنی نیست، ولی این که برش گردونیم به خودش، مثلا فرض کنید خس خاشاک نیستیم تو هستی، در واقع همون کاری که او کرده رو ما انجام دادیم. آیا میتونیم چیز دیگه به جاش بگذاریم، یعنی یک لول بالاتر آیا میشه پیدا کرد به جای اینکه بگیم نه اینطوری که میگی نیست این هست، یه چیز دیگه بگیم؟ یکی این موضوع هست، یکی این هستش که ما اصولا وقتی که میخوایم شعارامون سازنده باشه، به نوعی نشون دهنده افکاری باشه که داریم، شاید اینو میخوام خیلی فروتنانه بگم، کسانی که در داخل ایران الان دارن این شعارها رو میدن، واقعا باید من شخصا حق بهشون میدم خیلی جاها، به خاطر اینکه یک خشمی هستش که داره میاد بیرون و به هر حال این فرد باید خشمش رو نشون بده و هر کسی روش‌های خاص خودش رو داره برای نشون دادن این خشم و یا اعتراض. اما کسانی که در بیرون از ایران هستن میتونن از این مدل شعارهایی که از روی به همین شکلی که گفتیم بیشتر از قدرت‌های مثبت و سازنده انسان صحبت میکنه بیان کنن، مثلا اینکه چطوری همونطور که گفتن چطوری در این اون آینده‌ای که تصور میکنن یا در شعاری که میدن به جای مرگ
بخشش بخشیدن زندگی وجود داره یا مثلا پرورش وجود داره. اگر ما درباره زن صحبت میکنیم، صفاتی که در زن یا زندگی هست در واقع این هستش که عشق هست، بخشش هست، پرورش هست، تربیت هست، فرصت جبران هست، مراقبت هست، تغذیه هست. حالا نه اینکه همه اینا رو بیاریم، منظورم اینه که پیدا کنیم چه چیزایی میتونه جایگزین بشه. و یه موضوع دیگه این که اگه استراتژیک هست، مثلا اگه درباره جنبه جهانی هست، ما تا حالا بیشتر چیزایی که نشان دهنده جنبه جهانی ارتباط ایران با خارج از ایران بوده، مرگ بر این کشور و اون کشور رو، ولی از حالا میتونه این باشه که چطوری رابطه ما و کشورهای دیگر رو نشون میده. یعنی میتونیم به جملاتی فکر کنیم، حداقل کسانی خارج از ایران هستن، چطوری این رابطه رو نشون میده که این رابطه سازنده، دوستانه، صلح‌آمیز یا غیر است. درباره محیط زیست هم همینطور، درباره رفتار مجازات ظالم یا مجازات اون کسی که به هر حال مفسد اقتصادی بوده، ببخشید من این کلمه رو به کار میبرم چون نمیدونم چیز بهترش الان چی میشه، ولی چطوری با او رفتار خواهد شد؟ این که بگیم کفنش میکنیم یا این که بگیم لگدش میکنیم یا هر کدوم از اینا، قطعا خب هیچ فرق با قبل شعار قبلی نمیکنه، اما اینکه چطوری، چه فکری دارید درباره اون، یا چه نوع آموزشی، یا اینا چیزایی هستش که ببینید یکی از چیزایی که آقای خمینی در زمان خودش به کار می برد و مردم رو سر کرد با خودش هماهنگ کنه، مثلا یکی از جملاتش، حالا من این امروز دیروز و امروز درباره این موضوع برای اینکه مطالعه می کردم، مثلا اینکه می گفت ارتش برادر ماست، به گفته خمینی ارتش برادر ماست، این یکی از شعارا بود و اینقدر این تکرار شد که واقعا ارتش اومد در کنار مردم. میخوام بگم بعضی وقتا شعارها انگار که به افراد نشون میده که چطوری رفتارشون رو تغییر بدن. بنابراین اینم یکی از اون چیزایی که میتونیم بهش فکر کنیم، به جای که حمله کنیم، نفرت پراکنی کنیم یا توهین کنیم. من نمیخوام بگم اینا بده، هممون میدونیم که در شرایط عادی کسی این کارا رو نمیکنه، ولی چطوری کسایی که در یه جای آرومتری قرار گرفتن، مثلا در خارج از ایران، میتونن یه شعارای این چنینی رو بیارن به صحنه و خلق بکنن، حالا به صورت موسیقی یا شعر یا بسیار ممنون خانم دکتر. البته در مورد بخش اول صحبت شما من یه نکته رو بگم، نظر من البته، این که شما میفرمایید که اگر میان میگن خس و خاشاک توی دشمن این خاک توی، نباید خس و خاشاک رو بگم، ولی من فکر میکنم چون دقیقا میخوان به اون شخص که این به قول معروف توهین رو کرده به ایشون بفهمونن که من با تو هم، که میان اون بخش از کلمه‌شو جدا میکنن و میگن، یا حالا شعاره دیگه من الان خاطرم نیست، البته خانم سیمی رو بشنویم. یه لحظه قبل از اینکه سیمی خانم بگن، من با شما موافقم اون قسمت اولو بگن، ولی قسمت دوم میتونه متفاوت باشه. یعنی اون میگه خش و خاشاک، اون بهش میگه خب تو هم دشمنی، میدونید. یعنی اگر که عبارت عوض بشه، خاشاک تویی، جمله بعدی نشون بده که نه مثلا من چی هستم عوضش، اون میتونه، من منظورم به دومین قسمتش بود، چون معمولا اینا دو تکشن دیگه. نه شما درست میفرمایید، من الان خانم استیم بفرمایید لطفا. متشکرم که مجدد مایک رو در اختیار من قرار دادید. ببینید، من تصور میکنم که شعارها در همه انقلابات به یک نوعی سمبول هم به حساب میان. مثلا میگم اگر یک جنبشی راه میفته، برای خودشون هر کدوم یک نشونه ای دارن، یه سمبولی دارن، ممکنه از طرز لباس پوشیدن ها وقتی بیرون از بیرون به اون گروه نگاه کرده بشه میفهمن خب اینا به این دلیل دارن این کارو میکنن، اینا به این دلیل.
توی جنبش‌های مبارزاتی شعارها در واقع به نظر من اتفاقا بی نهایت اهمیت دارن، برای اینکه دارن فونداسیون یک در واقع بله یک پایه‌ای رو دارن می‌ریزن برای اینکه در واقع آینده اون کشور روی اون تفکر، روی اون در واقع صحبت‌هایی که و پیام‌هایی که دارن به دیگران یا حتی چه داخل چه خارج از کشور میرسونن، قراره که اون ایدئولوژی، اون نمیدونم آرمان‌خواهی هاشون رو اون فونداسیون ریخته بشه. بنابراین خیلی خیلی اهمیت داره که ما با چه ادبیاتی این شعارها رو به کار ببریم و استفاده بکنیم. ژان پل سارتر یک جمله داره، میگه اگه من یک آدم رو تحقیر کنم، فقط یه نفر رو، حتی جلاد رو، دیگه به هیچ کس نمیتونم احترام بذارم، حرمت آدم ها می شکنه. این یعنی دقیقاً شاید خیلی آرمانگرایانه باشه که ما الان داریم اینجوری در موردش صحبت می کنیم. به هر حال ما تو بطن اون جامعه نیستیم، میزان خشم اونجا رو الان ما نداریم، اما با این وجود یک چیزی اصل هست، اون اصالت باید حفظ بشه، چون اون پایه باید یک پایه درست باشه. ممنون از شما. کاملاً درست. ممنون از شما. آقای رفیعی شما بفرمایید لطفا. اولا که خیلی ممنون از همه صحبت شما. خواستم کنار سوالی که گفتی، یک از شعارهایی که اون زمان میگفتیم ارتش تو بیگناهی، آلت دست شاهی، برادر ارتشی چرا برادر کشی؟ حقیقا حرف شماست، یعنی اون زمان واقعا رفته بود رو شعارها، روی که هیچ بیان انتقام نبود، من همش بیان این بود که برادر کشی تموم بشه و حق با شماست. من یه چیزی که خیلی مهمه شما توجه گفتید در صحبتاتون، امیدوارم بیشتر بازش کنید، اینه که چقدر میتونه خطرناک باشه برای جنبش وقتی که خواستها در حتی بر شکل شعارها مبهم باشه. حالا از فرانسه استوردن، میخوام فرانسه بگم که اینجا فرانسه میگن که وقتی ابهام هست یه گرگی اینجا مخفیست. اینه که خیلی مهمه که این گرگ ها رو از بیان بیرون و نمایان بشن با شفاف شدن خواست ها، و این خواست ها رو میشه شفاف کرد در شعار. خیلی ممنون. ممنون از شما. بانو سیمین عزیز مجدد بفهمید. من عذرخواهی میکنم، واقعا شرمنده. یه نکته دیگه هم که به ذهنم اومد اینم این هست، ببینید تو همین در واقع تایمی که الان از این انقلاب ما گذشته رو در نظر بگیریم، این جنبشی که شکل گرفته، در ابتدا خیلی از شعارها بی نهایت مثبت بود، اما دقیقاً از لحظه‌ای که ما شاهد ورود شعارهای رادیکال، تندگرایانه و در واقع زن ستیزان رو که همراه به نظر من فوش هستن، قاطی این شعارها شده، ما همراه اینها حرکات خشونت آمیز رو هم میبینیم. یعنی به همون نسبت خشونت هم از طریق همین در واقع شعارها وارد این جریانی که به این شکل خوب و تمیز و منزه داشته پیش میرفته وارد شده. بنابراین به نظر من خیلی خیلی باید دقت بشه روی این مسئله، چون آروم آروم و خیلی در واقع زیرپوستی میتونه که یک جریانی رو منحرف بکنه که و اصلا از اون در واقع اون دایره اولیش کاملا دور بشه قضیه. این خیلی به نظر من مهم. درست. بسیار من خانم دکتر بفهمم. نه جناب رای کاملا. آقای رای بله من الان دیدم بفهم. آقای رامی عزیز بفرمایید. خیلی خیلی ممنون. در واقع جنبه ایجابی این جنبش بسیار مهمتر از جنبه سلبیش هستش، یعنی لازمه همینطور که خانم سیمین گفتن این پلتفرم این جنبش ساخته بشه و بر مبنای اون از همین حالا لازمه که اون آرمان ها مشخص بشه و توجه داشته باشیم که یک فکر منفی در بین ما وجود داره و اون این هستش که به محض این که میگیم ایدئال یا آرمان، این رو یه چیز اصطلاح دست نیافتنی و غیر ارتباط در با واقعیت میبینیم، در صورتی که به عنوان مثال به قول ویکتور هوگو، واقعیت امروز ایدئال امروز واقعیت فرداست،
و لازم توجه کنیم و توجه داشته باشیم که از قضا این ایدئال ها رو توجه کردن و مد نظر قرار دادن و بیان کردن و ظاهر کردن و بیرون آوردنش کمک میکنه به اینکه واقعیت رو خوب بسازیم. ما مجبور نیستیم چون عقب افتاده هستیم، کشور عقب افتاده باقی ماندیم، افکار عقب مانده رو دنبال کنیم. میتونیم بهترین افکار رو دنبال کنیم و سالمترین افکار رو دنبال کنیم، بهترین اخلاق رو در نظر بگیریم و از قضا در جنبش های دیگه مطالعه کنیم، ببینیم ضعف‌های اونا چیست، در جنبش خودمون مطالعه کنیم. نکته دیگه که میخواستم توجه کنم این هستش که در جنبه ضد فرهنگی که در جامعه ما متاسفانه هنوز حذف نشده و خانم ثابت بهش اشاره کردن به عنوان لغلغه های لسانی، فوش های سکسی هست متاسفانه. یعنی عصبانیت خود رو با یه سری کلمات سکسی و رکیک، نه فقط رکیک بلکه مجرمانه بیان میکنیم. یعنی ما درسته که لازمه که توجه داشته باشیم که این خشم خودمون رو یه جور بیان میکنیم، اما اینکه خشم خودمون رو بیان میکنیم دلیل نمیشه خود رو در همه زمینه‌ها مشروع بدونیم. یعنی لازمه در شعارها علاوه بر اینکه روی نگاه ما به رژیم هست به خودمون هم توجه کنیم و اینکه خود ما چه ایرادهایی داریم و توجه کنیم به این نکته که بهترین انسان ها اونایی هستند که به خود نگاه میکنن، نه اونایی که اشتباه نمیکنن. انسان ها همه اشتباه میکنن، بنابراین لازمه که ببینیم چه اشتباهی کردیم و شهامت داشتیم بگوییم تا نشان بدیم انسان های خوبی هستیم. مرسی. ممنون از شما آقای جهانگیر گورزاده. ببینیم خوش آمد گویی بفرمایید لطفا. سلام دارم خدمت همه عزیزان. تشکر میکنم از خانم ثابت گرامی با نقطه نظرات شما در رابطه با اینکه شعارها باید اساس و مبناشون خشونت زدایی باشه کاملا موافقم. از اینکه مجموعه شعارها بیانگر خاص عمومی مردمه و به میزانی که خشونت در اینها کمتر باشه امکان دموکراسی رو ممکن کردن، بازم با شما موافق هستم. از اینکه فوندامنتی که خانم جهانبین گفتن گذاشته میشه با نوع شعارها بسیار اساسی است. همه انقلاب ها، همه جنبش ها رو کسی نمیره با مردم مصاحبه کنه، اون فصل مشترک شعارها که جمع آوری میشه و من هم کوشیدم تا امروز این شعارهای جمع آوری کنم، بیانگر اینه که سمت و سوی حرکت به کجا میره. به میزانی که جامعه سعی کنه عکس العمل استبداد بشه و شعارهای خشونت طلب رو یا خشونت محور رو در حقیقت استفاده کنه، میشه ابزار همون استبداد و استبداد به راحتی میتونه جنبش رو سرکوب کنه. این چون وسیله سرکوب دست استبداد، دست ما که نیست که، و ما میتونیم خیلی راحت عکس العملش بشیم، بگیم اگه تو فوش میدیم من بلدم 10 تا بیشتر بدم، و اون میگه حالا که 10 تا بیشتر میدی من میتونم تو رو سرکوب کنم. امروز من به اخبار دو روز گذشته داشتم همه رو بررسی میکردم، دیدم صحبت سران این نظام برای سرکوب رفته رو محور این که شما رفتید شاه چراغ رو زدید، حالا ما بلدیم با شما چطور رفتار کنیم. نفر اول کشتیم، نفر دومو گرفتیم، میخوام بفهمیم شبکه از کجا نشأت میگیره، کسانی که در خارج و داخل اینا رو عکس العمل کرد. پس میبینیم که اونها دنبال مستمسک میگردن. مستمسک رو از کجا میگیرن؟ از همین مسئله شعارها. آقای خمینی هم تونست خود قدرت خود کامه پیدا کنه وقتی همه مردم با هم شعار میدن قلب منی خمینی، بت شکنی خمینی. خب این وقتی خودشو قلب همه میدید و وقتی دستشو میکرد بالا هزاران نفر میدن پارچه میدادن که ایشون دستش بهش به مال تا تبرک پیدا بکنه، این از اونجا نشأت میگیره. خمینی که به تنهایی خودش خمینی نشد مستبد که، یه عده او را در ماه دیدند و او را مستبد کردند. همینطور که قبل از اون هم بسیاری از مستبدها رو به همین ترتیب مردم یک علاقه خاصی دارن، یک شخصی رو قداست بیش از حد بهش میدن، بعد میگن که یک شخصی تو خونه‌اش پسرش گذاشت اسکندر،
هر روبش میگفت اسکندر اسکندر، یواش یواش ازش ترسید، خیال کرد پسره واقعا اسکندره. حالا جامعه هم همینطوره، به میزانی که ما کلماتی استفاده کنیم که بیان کنیم چه میخواهیم و چه نمیخواهیم. ما دموکراسی میخواهیم، باید بیان بشه، باید بیان بکنیم خواسته های عمومی، اون که دفاع از دیگران. الان در یه دانشگاهی خیلی لذت بردم، همه با هم فریاد میزنن، دانشجو فریاد بزن، دانشجو داد بزن، حقت فریاد بزن. این فریاد حق طلبی دایه در یه دانشگاهی سرود ای ایران رو همه با هم میخونن. خب این نشان یگانگی، همگرایی، صلح دوستی، اینها امکان تحول رو بیشتر میکنه. جامعه ایرانی یک جامعه است که از دوران اساطیری تا به حال اصل استقلال و آزادی و دوستی اینها محورش بوده. دقیقا. شما نگاه بکنید از عملکرد رستم رو نگاه کنید که ایرانی است با ان ایرانی، نگاه بکنید ضحاک و اونها که چیره میشوند بر ضحاک، همه اینا که نگاه کنید دو تا دونه فرهنگ در مقابل هم قرار میگیره. تا به امروز فرهنگ غالب دوستی است، مهربانی است، یگانگی است، مروت است، ایثار هست و استقلال و آزادی. این دوتا برای ایرانی ها خیلی مهمه. خب حالا اگه محور همه اینها باشه، اینها معیارهایی است که ما بتوانیم یک دموکراسی رو در وطن خودمون ممکن کنیم. من متاسف هستم در این مخصوصا اینستاگرام فیلم های پخش میشه مثلا چون زن در حقیقت، نه که بگم زن مثلا ضعیف هست، نه، زن به عنوان صفت مادری که داره انتقال میده فرهنگ رو به فرزند خودش، فرهنگ دوستی رو، فرهنگ مهر رو، فرهنگ صداقت رو. هیچ وقت فوش خوار مادر به کسی یاد نمیده. مادر میکوشه که بچه یاد نگیره اگه از بیرون هم یاد گیره. میبینی تو فیلم ها خانمی آنچنان فوش میده که اصلا آدم شرمش میشه بشنوه اینکه اونو بخواد بیان کنه که جای خود داره. و اینها به نظر من زبان زور و خشونت در ایران جایی نداره. و ما اگر میخواهیم که میخواهیم از دست استبداد به هر شکلش راحت بشیم، یکی از این استبدادها استبداد زبانی است که باید از دست این استبداد نجات پیدا کنیم. حالا در فرهنگ ایرانی خیلی ارزش براش قائل بودن از دیرباز تا به امروز که ایرانی ها دارای فرهنگ دوستی و صفا و صمیمیت و در حقیقت احترام به حقوق همدیگه باشن، اون اخلاقی که در فرهنگ ایرانی خیلی ارزش داشت. این رو باید خیلی مواظبش باشیم در استفاده از اونها در نوشتن مقاله، مصاحبه و هر چیز دیگه، و مخصوصا در دادن شعارها، تا اینکه ما از استبداد دیگه بعد از 100 سال 3 دفعه انقلاب این دفعه گذر بکنیم به دموکراسی دفعه چهارم، دو مرتبه در دام یک شخص و یک گروه و یک حزب دیگه نیفتیم. خیلی خیلی تشکر میکنم، از من لذت بردم از اینکه اشتراک بسیاری با نقطه نظرات شما دارم، البته با دوستان عزیز دیگرم که میشستم با همشون نقطه مشترکاتمون خیلی زیاد. خیلی خیلی ممنون، میکروفون آزاد میکنم. ممنون از شما خانم دکتر. منم دموکراسی رو رعایت کنم و از صدقه خودم استفاده کنم در مورد شعارهایی که رادیکال هست. ببینید من شدیداً با شعارهایی که خشونت آمیز و مخصوصا شعار مرگ توش هست به شدت مخالفم. کاملا موافقم. یک سری شعارهایی توی جامعه داده میشه یا به قول خودمون، به قول آمین، به کف خیابون. ببین ما در مورد فقط دانشگاه نمیتونیم صحبت کنیم، ما در مورد محله هایی که افراد ضعیفتر از نظر اقتصادی هستن داریم صحبت کنیم. اینا ما چون تو ایران نیستیم شرایط اونا رو نمیتونیم درک کنیم که اونا تو چه شرایط سختی زندگی کردن و چه فشارهایی روشون هست و این فشارها چه خشمی و چه کینه‌ای رو به دل اینا گذاشته و اینا میان یک همچین واکنش هایی از خودشون رو ببینیم. من اول صحبتام سری قبل گفتم یک سری شعارها واکنشیه، این شعارها واکنشیه، اینا نشونه به قول معروف خشم نهفته چندین ساله‌ایه که مردم دارن توی درون خودشون. ولی خب در کل من با شعارهای خشونت آمیز مخالفم، ولی خب نمیتونیم الان مردم رو هم به قول معروف سرزنش کنیم که چرا شما همچین شعاری میدید، چرا نمیاد در مورد مثلا صلح و دوستی صحبت کنی. خب مسلما نمیشه.
اگر اجازه بدی خانم جهانی رو بشنویم و بعد خانم سیمی و سپس صحبت شما. بفرمایید خانم جهانی. خیلی ممنونم که مجددا زمان رو در اختیار من قرار دادین. من دو تا مسئله کاملا متفاوت از هم میخوام بگم. اولیش در مورد صحبت آقای گلزار عزیز بود در مورد بیان الفاظ رکی که توسط خانم ها شنیده میشه. خب این قضیه رو هممون در موردش موافق هستیم، اما من با یه تیکه از صحبت، اون بحث مادری و این بار سنگین مادری که بر دوش زن ها میفته، من با این یه مقداری مشکل دارم. از این بابت که گفتن حرف بد برای زن و مردش فرق نداره، برای هر دوشون بده، چه خانم باشه چه آقا باشه. اما چیزی که ما الان درگیرش هستیم دقیقا همین صحبت هست. این که مثلا تو مادری نباید این کار رو بکنی، تو زنی نباید کار بکنی. یعنی انقدر این فشار زیاد میشه، دیگه میرسیم به همون حرف اون آخونده که اگه یادتون باشه پارسال اومد گفت زنها چرا انقدر دنبال اجازه کارن، باید زن باید بشینه تو خونه مادری بکنه، آشپزی بکنه و از این کار رو بکنه. برای همین من موافقم که توی اعتراضا نباید حرف رکیکی گفته بشه، اما این نزدن حرف رکیک و جنسیتیش نکنیم. یعنی اگر برای خانم بده، برای آقا هم بده. این یه مسئله. و یه مورد دیگه هم که میخواستم بگم در مورد شعارهایی که داده میشه، خب من با همه دوستان موافقم، اما چیزی که هستش فکر میکنم این شعارهای مثبت روی صحبت با خود مردمه. وقتی که مثلا میاد میگه ایرانیه با غیرت حمایت حمایت، یا نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، یا رهایی حق ماست، قدرت ما جمع ماست، اینا این شعاراییه که مردم دارن خودشون به خودشون میگن که حمایت همدیگر رو دریافت کنن. و شعارهای منفی خب قطعاً روی صحبت حکومت هستش یا دولت هستش. وقتی که میگه تجاوز، جنایت، لعنت به این ولایت، یا مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، اینها بار منفی داره، اما روی صحبت با دولت هستش. و فکر میکنم اگر که بخوایم خیلی خوشبینانه نگاه کنیم، باعث میشه که یه ترسی شاید توی دل این کسانی که اینجوری دارن سرکوب میکنن بندازه. مرسی، میکروفون در اختیارتون. اجازه میدید آقای شایگانی کوچیک بگم قبل از که خانم، من خواستم بگم در ادامه این صحبت که این شعارهایی که تحقیرآمیز یا توهین‌آمیز هست یا نفرت پراکنی هست یا جنسیتی هست، نباید اینجوری بهش نگاه کرد، به همون اندازم نباید مخالف و موافق بهش نگاه کرد. یعنی میخوام بگم بیاید اینو بهش فکر کنیم. اگه توهین کردن بده، هر طرف صف وایسادیم بده، چه تو صف موافقیم چه تو صف مخالف، که حالا کم کم باید بریم توی یه صف وایسیم. نه ببین مثلا اگر بی شرف گفتن، ببخشید اینقدر راحت حرف میزنم، فقط میخوام به خاطر اینکه یادمون بیاد، ما به یه کسی که یه داره ضرب و شتم میکنه بهش میگیم بی شرف. به همون اندازه اونم داره میگه، همین کلمه رو به کار میبره. وقتی میبرتش توی بازداشتگاه، اگر هر کدوم از ما تجربه بازداشتگاه رفتن یا زندانی سیاسی بودن داریم، میخوام بگم که آیا میشه به جای اون کلمه، همطور که گفتید شاید خیلی الانه سخت اون کسی که تو ایران بخواد لفظ رو عوض کنه، همطور که آقای شایگان گفتن نمیتونیم، ولی اونی که بیرون ایرانه شاید راحت تره براش، مثلا به جاش کلمه که یکی از دوستان به کار برد، مروت، یه کلمه با مروت، مثلا یه کلمه یه که خیلی وقتا ما به کسی که ازش انتظار جوانمردی و چی میگن درست کاری داریم به کار میبریم. شاید خیلی عجیب باشه الان اینو گفتن، ولی میخوام بگم تو هر اگر توهین و تحقیر و نفرت پراکنی بده، در هر صورتش بده، تو هر کدوم از صفا که باشیم، ولی اگه واقعا یادمون بیاد که چطوری بعضی از شعارها رفتار مردم رو عوض کرد یا رفتار نظام رو قبل از انقلاب دارم از من، مثلا ارتش یا مثلا اون کسایی که بودن عوض کرد و گروه های مختلف رو آورد کنار آقای خمینی، در واقع الان هم باز میشه از همون، یعنی میشه استفاده کرد، میشه کلمات رو تغییر داد، چون کلمات هم طور که گفتن آیه برزارم گفتن بار داره، به این بارش میتونه هم مخرب باشه هم سازنده.
ببخشید، بفرمایید خانم سیمین. بسیار ممنون خانم سیمین، بفرمایید لطفا. میکروفونشون بستن. که از شما ببینید، من تصور میکنم، یعنی تصورم این هست که باید به این نقطه دقت داشته باشیم که به هر حال اگرچه بخشی از همین اشعار و شعارهایی که داده داره میشه رادیکال هستن، از بطن جامعه در میاد، اما باید حتما به این نکته هم توجه داشته باشیم که اتاق فکرهای طرف مقابل ما برای اینکه بخوان انرژی و تمرکزمون رو از اهداف اولیه دور کنن، یا حتی برای اینکه ما بخوایم تمرکزمون رو معطوف کنیم به خبرهای واقعی، بخوایم از اونا دور کنن، یه همچین شعارهایی رو میان آروم آروم تدریجی داخل میکنن، وارد میکنن. به عنوان مثال یکی از همین شعارهای خیلی خیلی کوتاه رو میخوام بگم. ببینید، من خیلی توی اینستاگرام میدیدم که مثلا شعار سبزی پلو با ماهی وقتی که اومد، خب خیلی فوش رکیکی بود، اما بعد در کنارش همون افرادی که تا روزای قبل داشتن مثلا اگه 10 تا استوری میذاشتن، از این 10 تا استوری تمام وقایع رو داشتن پوشش میدادن، حالا چه تظاهرات بود، چه آمار کشته شدگان بود یا چی، حداقل 2 تا از این استوریاشون رو کرده بودن طنز در باب مثلا نمایش دادن سبزی پلو با ماهی با انواع و انهای مختلف. خب این یعنی چی؟ ببینید، هر چیزی، هر اتفاقی از یک منفذ کوچیک، از یک روزن کوچیک اتفاق میافته. این اون در واقع ورود اولیه‌ای که داره این انرژی تو رو، این نگاه و سمت و سوی تو رو به یک راه دیگه‌ای داره میکشونه و این تویی که باید مسئول فکر خودت باشی و حواست باشه. خب بعد خیلی زود، خب خیلی‌ها جمع کردن این قضیه رو توی تجمع برلین، اومدن و بیان کردن، همین شعار رو تغییر داده بودن که سبزی پلو با ماهی، دقت کن سپاهی، یا حواستو جمع کن سپاهی، یعنی کاملا تغییر داده بودن به یه همچه وضعیتی. میخوام بگم که باید به این مورد هم توجه داشته باشیم که گاهی این نوع شعارها، اگرچه برآمده از خشم میتونه باشه، کما اینکه ما این شعارهای رادیکال رو متاسفانه حتی تو دانشگاه شریف هم میشنیدیم. متاسفانه. ولی خب باید توجه داشته باشیم که ممکنه که اینها از اتاق فکرهای خارج بشن که برای سمت و سو دادن در واقع انرژی ها متشکر. کاملا درست. منم موافقم با شما خانم سیمین. آقای حنیف یزدانی بفرمایید. میکروفونشون من باز میکنم ولی بله الان صداتون رو دارم. شما صدای منو دارید؟ من سلام عرض میکنم خدمتتون. من خیلی خوشحال شدم بحثتون رو شنیدم، بحث جدی و خیلی مهمی هستش. من اول خواستم که اگر دوستان لطف بکنن، یک سری کسانی هم که از این در واقع شعارها میدن، اونها یک سری ادله ای دارن، خواستم که اون ادله اونها رو هم اگر دوستان میتونن نقدشون بکنن، چون میتونه جالب باشه، چون بعضی وقتا آدم صحبت اونا رو هم میشنوه، مثلا میگه خب به هر حال یک رگه ای از منطق توش هست، مثلا میگه که ما به هر حال باید این خشممون رو بروز بدیم، چه کار بکنیم. و یک سری در واقع از اینجور مسائلی رو خودش اونا مطرح میکنن، خب هم از نظر روانشناسی میتونه یک بخشی جواب داده باشه، یعنی منطقی به نظر برسه، و هم اینکه به هر حال یک کارایی هم داره از این نظر که در واقع اون طرف مقابل رو هم تو به اکتور عمل وادار میکنی. منطقه خب حالا من نظر خودم در 3 موضوع میخواستم به صورت کلی خدمتون عرض بکنم. یکی این که هر کسی به هر حال تجربه بازداشت داشته باشه میدونه این شعارها خیلی ممکنه گرون براش تموم بشه توی بازداشتگاه، چون اونجا در واقع وقتی تو میری خون بازجو، اولین چیزی که کاری که میکنه اینه که از در در واقع اخلاق و منطق و یه اینجور مسائلی وارد بشه، و تو وقتی این مسائل رو مطرح کردی
خیلی سخت، یعنی در یک موضع ضعفی کامل قرار میگیری از نظر اخلاقی و دفاع کردن ازت برای خودت سخت میشه. من فکر میکنم از این نظر باید به جامعه، به اون کسانی که این شعارا رو میدن یک هشدار داده بشه، چون خیلیاشون واقعا من فکر میکنم هیچ وقت بازداشت نشدن، هیچ وقت نشستن روی صندلی بازجویی که با یک بازجو حرف بزنن که ببینن چی میگذره توی در واقع زندان به صورت طبیعی. اینکه شما بازجو اولین چیزی که ازت میپرسه اینه که تو چرا این فوشا رو میدی، خجالت نمیکشی؟ بعد تو دیگه در موزه ضعف باید تا آخرش بری و اون طرف ممکنه به خیلی مسائل برسه و اگر هم بخوای ادامه بدی خب به هر حال دیگه بحث زوره و تو اونجا یک زندانی هستی، هیچ زوری نداری، اون طرف مقابلت کلی زور داره و میتونه خیلی سخت برات بگذره. یه مسئله دیگه که به نظر من خیلی مهم هستش این که روی بحث شعارهای ایجابی هست. الان جنبشی که ما داریم هنوز من خیلی شعار ایجابی خاصی ازش نشنیدم، فقط همین زن زندگی آزادی هستش که به صورت کلی یک خطوطی رو رسم میکنه، منتها هیچ شعار دیگه‌ای که به صورت در واقع جزئی مسائلی رو بخواد مطرح بکنه که ما چی میخوایم، چی میخوایم بشه، اینجور مسائل اصلا در موردش بحث نشده. و یک مسئله در واقع دلیل اصلیش من فکر میکنم به خاطر در واقع اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستش که اینها عدم شفافیت رو برای خودشون به عنوان یک معیار در نظر گرفتن و ما اینو اگر در واقع با انقلاب پیروز 57 مقایسه بکنیم، چون به هر حال انقلاب 57 چه خوشمون ازش بیاد چه بدمون ازش بیاد انقلاب بوده پیروز شده و اون انقلاب پیروزیشو یکی از در واقع دلایل پیروزیش این بود که آقای خمینی وقتی اومد پاریس همه چیزاشو شفاف گفت، گفت ما جمهوری میخوایم، جمهوری ما اینه، فرانسه است، حقوق زنان اینه، حقوق مسیحی ها اینه، حقوق بهایی ها اینجوریه، حقوق نمیدونم مارکسیست ها اینجوریه و همه اینا رو مطرح کرد، یعنی یک این جزئیات رو مطرح کرد و مردم به این جزئیات آری گفتن. ولی الان مثلا وقتی مردم ایران میخوان برن توی خیابون، یعنی الان که واقعا مردم توی خیابون نیستن، دانشجوها جوون ها هستن، یک در واقع مبارزین و شجاعانی هستن که دست از جان شستن و میرن توی خیابون که مبارزه بکنن یا کشته بشن، بچه‌ها اینجوریان، مردم معمولی که توی خیابون نیستن که. و دلیل اینش، دلیلش هم اینه که خب اون کسی که میخواد تو ازش ببری خیابون که من برم خیابون چیکار کنم؟ نظرت میخوام بله من خواستم اینو این یه موضوع سوم هم خب بحث همین فوشا در واقع مسائل سلبی بودش که به نظرم بسیار مهم هستش که منم با شما موافق بودم تا به صورت کلی، تا خب در جزئیات به نظرم باید به اون منطق طرف مقابل هم کسانی که مسائل رو مطرح میکنن توجه کرد. خیلی ممنون. ممنون از شما آقای یزدانی. البته اگر صحبتتون ادامه داره میتونید دوباره وقت بگیریم چون سه دقیقه رو باید رعایت کنیم. آقای رفی بفرمایید لطفا. مرسی که دوباره وقت داده. من خواستم خیلی تشکر کنم از صحبت‌های شما بر خاطر اینکه حق با شماست. خشونت به کار بردن خشونت طلبی رو میاره، خیلی مهمه. خشونت طلبی وسایل خودش رو داره، چه در گفتار چه در کردار. خشونت زدایی گفتار و کردار خودش رو داره، بنابراین خیلی راحت میشه از خشونت زدایی به خشونت طلبی رفت، همون جوری که ما در انقلاب 57 من برای اینا میگم که تجربه رو ببینن چطور خشونت زدایی انقلاب رو پیروز کرد و بردای پیروزی رفت و بود شاه به نام اینکه خشونت طلبی انقلابی است، خشونت طلبی رو مد کردن، اعدام انقلابی، نمیدونم زندانی، شکنجه انقلابی، هرچی بکنم دادگاه انقلابی و متاسفانه کارایی شد که نباید میشد. ولی یه چیزی هم هست که ما بدونیم، گفتن این که ما به کسانی بگیم خشونت زدایی روش کنید در کردار و گفتار، باید چون و چرا رو هم بهشون یاد بدیم، بهشون بگیم بپرسید چرا تا ما به شما بگیم چرا، نه اینکه ما امر میفرماییم، ما غلط میکنیم امر بفرماییم، چون و چرا کردن رو به مردم یاد بدیم تا مردم متوجه بشن که برای چی نباید بگن و چرا. برای اینکه نفوذی های رژیم هستن،
که میان داغ‌تر از هر کسی از این شعارها میدن و میکشونن، یه جو درست میکنن تا یه عده رو به کارهایی بکشونن که خودشون شاید نمیکردن. و اگر ما این عمل رو درست انجام بدیم میتونیم مانع بشیم. با آقای دوستان آقای یزدانی هم موافقم که تصمیم میکنم بعضی از اپوزیسیون مایل به شفاف شدن خاص ها نیستن و الا خیلی از اونایی که استقلال آزادی رو 40 سال 50 سال میخوان اونا مایل هستن که شفاف گفته بشه و مشخص بشه که فردا کجا میخوایم بریم. و البته یه دم نمیخوان که میخوان همه کنار قول آقای خمینی همه با هم تعریف میکنن، که تازه اون همه هوا همه آقای خمینی توش واضح بود به اصطلاح همونجوری که آقای یزدانی گفت کجا قراره بریم و دیدیم تازه اون با کجا رفتیم. الان دیگه با اون تجربه همه با هم ببخشید نه یه بار بهاشو دادیم، بفرمایید با کی و چرا، تجربت کیه، سابقت کیه، چه عملایی کردی، بعد با هم صحبت میکنیم. متشکرم از صبرتون. ممنونم آقای رفیعی عزیز. آقای رایی رو هم بشنویم و بعد صحبت‌های شما خواهیم داشت. بله خیلی ممنون. از جنبه‌های مثبت این جنبش که من دیدم، دانشجویان دانشگاه طباطبایی بودن که درفش کاویانی رو بالا گرفتن و این سمبول بسیار خوبی است به این علت که میگه جنبش راه حلش جنبش عمومی است و بنیانگذار یا یکی از قدیمی ترین کسانی که جنبش همگانی رو در ایران راه انداخت همون کاوه آهنگر بود و درفش کاویانی رو که نشون میده. در واقع این سمبول نشان میده که ما یک مسئله تاریخی رو داریم پیش میبریم و این نسل ها همدیگر رو از نظر حقوقی تایید میکنن و میتوانن نقص های هم رو برطرف کنن. در رابطه با انتقادی که خانم ثابت فرمودن در مورد این که ما موقعی که میخواییم خود رو اثبات کنیم عکس العمل نشیم و جنبه منفی رو نگیم، حتی همین شعار هیستوی هرز تویر هم لازمه که روش تجدید نظر کنیم و اون جنبه سلامت خودمون رو بگیم، جنبه منفیش رو در واقع تصحیح کنیم. نکته دیگه رو که میخواستم بگم اینه که این جنبش همونطوری که دوستان گفتن جنبه های ایجابیش لازمه که همراه بشه با گفتگوهای کنار این تظاهرات خیابانی. یعنی یک جنبش فقط تظاهرات خیابانی نیست. الان شما نگاه کنید اگر دانشجویان فضای تمام ایران رو فضای فعالیت خود در نظر می گرفتن کمتر سرکوب می شدن، برای که موقعی قرار می زنن تو همون محل دانشگاه تظاهرات کنن شعار بدن خب مورد دستگاه سرکوب هم میاد اونجا. لازمه گفتگوهایی رو فعالیت هایی تو دانشگاه بذارن، جاهایی رو که میخواد سرکوب بشه برن بیرون. چرا؟ برای اینکه نیروی سرکوب دید، مثلا حتما شما دیدید در یک دانشگاهی کسی که از پیستول تو ساکش بوده در میاره تیراندازی میکنه، یه عده مثل خودش هم دارن چیز ازش حمایت میکنن و مردم بزرگی کاری نمیتونن بکنن. چرا؟ برای اینکه مردم بزرگ سازماندهی مقابله ندارن. موقعی که 20 نفر میان و با هم میریزن این نشان میده که یک کمبودی رو این جنبش لازمه حل بکنه. من در فرانسه میدونم که این جنبش در شهر پاریس پیش اومد و موقعی که شبا مردم میرفتن بیرون مورد تعرض این قاچاقچی‌ها و اینا قرار میگرفتن. مدت طولانی مردم قرار گذاشتن با هم که به صورت باند برن توی مهمانی‌ها و دیسکوتک‌ها و اینا و لازمه که موقع سرکوب بدانیم که من اگر مورد تعرض قرار گرفتم این گروه رو همراه خودم دارم، تنها نیستم. پس لازمه که فضای کار رو تمام ایران بدانیم، جنبه مثبت و عکس العمل نشدن در نظر بگیریم و محیط بشیم مرتب بر دشمن و راه‌های در واقع فعالیت خودمون رو بسیار متنوع کنیم. مرسی، خیلی ممنون. مرسی از شما آقای رایی. خانم دکتر میشتم شما بفرمایید لطفا. قربانتون، من فکر میکنم شاید حتی بتونیم کم کم جمعم ببندیم، من یک ساعت و نیم میگذره اگر موافق باشید، ولی من میخوام به دو تا موضوع بسیار مهمی که آقای یزدانی و آقای رایی اشاره کردن که میتونه موضوع بحث‌های آینده و حتی
ادامه دار بشه. یکی همین موضوع گفتگو هست، یعنی جای خالی گفتگو در بین تمام این اقشار مختلف مردم، چه کسانی که هنوز ساکتن، چه کسانی که کف خیابون هستن، چه کسانی که بیرون از ایران هستن، کسانی که سابقه فعالیت های سیاسی داشتن ولی الان خاموش هستن هنوز، چه کسانی که خب فعالیت و همه افراد، همه اقشار، حقیقتاً جای گفتگو، فضاهای گفتگو خالیه. توی این فضاها خیلی از اون جزئیات اون اتفاقی که میخواد بیفته که آیه ازانه بشه اشاره کردن، میتونه اونجا از توش در بیاد یکی یکی و بشه شعارهایی قرار انجام بیاد توی گفتمانها، بیاد توی در واقع حالا به همین شکلی که شعارها گفته میشه. بنابراین به نظر میرسه که یک جوری، من خودم هم واقعا نمیدونم، ولی شاید یک از پلتفرم‌های خیلی خوبش همین فضایی هستش که شما به وجود آوردید در زوم، هر از گاهی با عناوینی که هست گفتگوهای به وجود بیاد و اقشار مختلف شرکت کنند، حتی کسانی که مخالف هستن. و یکی دیگه هم این که باید اون جزئیات یه ذره بیشتر معلوم باشه، حداقل توی چند تا بند افراد بدونن که دارن به کدوم سمت میرن و قراره چه اتفاقی بیفته. در خدمت شما هستم. بله، بسیار هم عالی. من البته موافق شما هستم، گروه های مختلف باید بیان سوال. امروز من حتی این پیشنهاد رو دادم که حتی از بچه های دهه 70 و 80 اگر بتونیم دوستان رو بیاریم اینجا صحبت کنیم و طرز فکرشون، اصلا خواسته هاشون رو بدونیم چیه، چون اینا فضایی برای صحبت کردن واقعا ندارن. بهتره که ما ازشون دعوت کنیم و صحبت کنیم. خانم بیرجندی عزیز بفرمایید. مرسی، متشکرم که این فرصت رو مجدد به من دادین. من البته اینو از زبان کسانی که تو ایران هستن میگم، چون قبلا هم موضع خودم مشخص کردم، گفتم موافقم با صحبتی که اینجا شده، اما از نظر اونا یکم ما داریم فضا رو زیادی تلطیف میکنیم، یعنی خیلی نایس داریم صحبت میکنیم راجع به این که این کار رو کنن یا اون کار، این شعار بدن یا نه. ببینید مثلا مثل دیشب که گروه های سرکوبگر رفته بودن توی اکباتان و چیتگر و داد می زدن و می گفتن که ما به خاطر نظام ناموسمونم می کشیم، زن و بچه‌مونم می کشیم. من نوعی، من خودم که فعال حقوق بشر هستم، وقتی دارم می بینم این فیلمو ناخودآگاه این تو دهن من میاد، خیلی عذر می خواهم، اینو میگم شما شرف ندارین. پس میدونی من اون واژه، اون شعاری که صحبت کردیم راجبش که وقتی دارن میزنن سرکوب میکنن مردم یا میکشن، واژه بیشرف مثلا تو دهن مردم میاد، این دقیقا من فهم کنم یه ریاکشن، یه عکس العمله. به حال همینو میگیم، هم میگیم مگه تو این شرف نداره، انسان نیست، این چیزیه که هممون میگیم و واقعا نمیتونیم منکرش بشیم. حالا هر کسی تو هر لولی که باشه، مطمئنن این واژه به ذهن هر کسی خطور میکنه که اینا انسانیت سرشون نمیشه یا شرف ندارن. و این نکته ای هم که شما فرمودین خانم دکتر ثابت عزیز در مورد فضای گفتگو، حالا اگر منظورتون با خود مبارزین یا معترضین باشه که بخوایم صحبت بکنیم، ما صحبت کنیم، درسته. اما در مورد حکومت واقعا من به شخصه فکر می‌کنم هیچ جای گفتگوی وجود نداره. وقتی یه دادگاه یک روزه انجام میشه بدون وکیل، بدون خانواده اون افراد و حکم صادر میشه بدون در نظر گرفتن تمام قوانینی که برای دادگاه علنی باید انجام بشه، شما واقعا فکر می‌کنید مثلا با اینا میشه دیگه گفتگویی کرد؟ یعنی من فکر می‌کنم واقعا دیگه جایی برای گفتگو هم باقی نمونده. مرسی، ممنون که زمان به من دادید، ما در اختیار شما. مرسی از شما خانم بیجدی، منم کاملا با شما موافقم، مخصوصا با بخش دومی صحبتتون. خانم جهان بین بفرمایید. خیلی ممنونم. من چند تا مسئله رو خیلی سریع مطرح میکنم. تا حدودی با خانم بیجدی موافقم. این عکس العملی که دارن نشون میدن در واقع اون خشمشون هست که دارن بروز میدن، و اگر که قرار هستش که این خشم تبدیل بشه به این مسئله که اسلحه بگیرن دستشون و
حمله در واقع نظامی بکنن، من ترجیح میدم که این فوشا رو تحمل بکنیم و چیزی بهشون نگیم به جای اینکه بخوان دست به اسلحه بزنن. یعنی به هر حال انسان باید خشمش رو جوری خالی بکنه. من خودم شخصا توی شرایطی خودم رو نمیبینم که برم به یکی بگم که الان نگو مرگ بر دیکتاتور، یا الان اینجور شعارها رو نده، به خاطر اینکه تمام اینها به هر حال خانواده زندانیان هستن، خانواده قربانیان هستن و شرایط واقعا اسفناک. این یه مورد. یه مورد دیگه در مورد شعارهایی که الان داره داده میشه، یه تفاوتی که من احساس میکنم اینه که توی جریانهای قبلی یه مرزی بود بین شهرستانها و استانها، یعنی یه جورای انگار که هر استانی یا هر شهری درست معترض بود ولی خیلی انگار با هم چفت و جور نبودن، از هم دیگه انگار حمایت نمی‌کردن. اما الان من دارم می‌بینم که دیگه واقعا خیلی حالت سراسری تر پیدا کرده، تا جایی که الان مثلا یکی از شعارهایی که یادم تو ذهنمه بحث این شعار کردستان تا تبریز صبر ما گشته لبریز، یا در مورد سقز و بانه و از بلوچستان مثلا تبریزی ها میگن. یعنی خیلی همه مردم بدون این خط مرزی بین استان ها دارن حرف میزنن، که این چیزی بود که لااقل به نظر من اومد توی این اعتراضاتی که الان داره اتفاق میفته خیلی بیشتر داره دیده میشه. مرسی، میکروفون در اختیارت. ممنون از شما خانم جهانبین. آقای رایی عزیز بفرمایید. بله خیلی ممنون. خواستم توجه شما رو به یه نکته دیگه جلب کنم و اون این استش که لازمه به تاریخچه جنبش دانشجویی توجه کنیم. آقای حنیف یزدانی از اعضای دفتر تحکیم وحدت بودن و یکی از فعالین جنبش دانشجویی، بنابراین یکی از کسایی که میتونن در این زمینه در گفتگو ما وارد بشن و شدن ایشون هستن. لازمه که در واقع گفتگوی مستقیم داشته باشیم با دانشجوها یا دانشجوهای قدیمی تا اون جزئیات مشکلاتی رو که دارن شناسایی کنیم. نظر من این استش که در واقع پیشتاز جنبش ها دانشجوها هستن، کارگرها نیستن یا بودن در مرحله دیگه نیستن، اما دانشجوها هستن و باقی ماندن و لازمه که برای پیش بردن جنبش، برای همگانی کردن شعارها از دانشجویان در واقع بهره گرفته میشه. مرسی، خیلی ممنون. بله ممنون از شما. آقای سبزیان عزیز بفرمایید. درود و عرض ادب دارم خدمت همه همکاران عزیز. من عذرخواهی میکنم، من چون جایی بودم و تا رسیدم تقریبا یه رو 20 دقیقه جلسه هستم. من حالا تو همین یه رو 20 دقیقه که صحبت ها رو گوش دادم، یک سوالی یهو ذهنم رو درگیر کرد، یکی این که اگر اینا بده خوب چیه، و سوال دومم اینه که کی تعیین میکنه چی خوبه چی بده. سوال من اینه، یعنی کی میتونه بگه که فلان چیز بده فلان چیز خوبه؟ سوال منه البته و خوشحالم میشم پاسخ بگیرم. مورد بعدی، ببینید یه جا هست، نمیدونم حتما این ضرب المثل رو شنیدید دیگه، اگر میخواد کسی رو درک کنید باید پا توی کفشش بذارید که آقا اون چه حسی داره. ما اومدیم، حالا هر کی یه کشور مختلفی هست داره صحبت میکنه، من همیشه خوشحال میشم نظراتو میشنوم، احترامم میذارم برای همین نظرات، ولی خب بعضی موقع ها به نظرم باید یه سری شرایط رو در نظر بگیرید. ببینید کسایی که الان ایران هستن، حالا قضیه اکباتان رو گفتید، من یه ویدیو دیدم اومده بود میگفتش که طرف قشنگ این ارزل اوباش اومده بود میگه ما هر روز دیگه ساعت 12 شب اینجاییم. خب یعنی چی؟ یعنی که ما اینجا قانون نداره دیگه، ببخشید جنگله، ما هر کاری دوست داریم میکنیم. خب شما میگید که اسلحه استفاده نشه، خشونت که نشه، خوش هم که ندیم، خب چیکار کنیم؟ میدونی منظورم چیه؟ شما، من یه بار اینو گفتم یه سری ناراحت شدن. البته من باز میگم، ببینید شما وقتی یه حیوان وحشی جلوتونه، شما برو بگو آقا شما نمیدونم فلانید، بیاد فلان کنیم، گل بریم بدیم ما رو نخوره، خب میخورتت دیگه. شما خیلی ساده، من نمیخوام پیچیده‌اش کنم، سختش کنم، ولی بیایید یه ذره فکر کنیم. حالا من صحبت‌های شما رو هم قبول دارم تا حدودی،
ولی اینم حساب بکنید کسایی الان دارن اینجا فعالیت میکنن، منظورم هم اینجا هم تو ایران، کسایی که ایران الان دارن واقعا میرن جلو، شما دیدی سینه سپر میکنن جلوی گلوله ها. ببینید این شخص دیگه چیزی برای از دست دادن نداره. حالا شاید بارها شنیدید میگن نه اشتباهه، از دست دادن برای آزادی منظورم، یعنی طرف آزاده بمیره ولی آزاد باشه، حقشو بگیره. این طرز تفکر این اشخاص رو نشون میده. من باز تاکید میکنم، باز باید به این فکر کنیم که اون شخص چه حسی داره. من یک بار دیگه یه جای دیگه هم گفتم، گفتم من 4 سال از کشور زدم بیرون، تو انواع تظاهرات هم بودم، اما هنوز جرئت نمیکنه سبزیان به خودش بگه که آقا چه حسی دارن اینایی که تو خیابونن. چرا؟ چون 4 سال پیش با الان متفاوته، زبان انقلاب با الان متفاوته، جوانای اون موقع یه طرز تفکر داشتن، جوانای الان یه طرز تفکر دیگه دارن. شما جوانای اون موقع رو من نمیدونم LGBT رو قبول داشتن مثلا چی هست، الان قبول دارن، الان قبول دارن که آزادی یعنی چی، قبول دارن که هر کسی حق انتخاب داره، حق زندگی داره، حق بالاخره. پس از جلوتون جمع‌بندی کنید. نه تموم شد، یه صحبتی نمیمونه، مرسی. فقط همین جمله آخرم، بیایم به این فکر کنیم که شاید، یعنی به این فکر نکنیم که فقط ما درست میگیم، میدونی چی میگم، شاید اون چیزی که ما فکر میکنیم درسته از نگاه یک شخص دیگه درست نباشه. فقط صحبتم همینه و همین، من اصخایی هم میکنم شاید هم بیشتر صحبت. خواهش میکنم آقای سبزی، ممنون از نظرتون. آقای یزدانی لطفاً بفرمایید. بله، من عرض کنم خدمتون که یه نکته‌ای رو که من خواستم حالا به عنوان نکته مثبت عرض کنم خدمتون، این که یک بحث در واقع این که دادخواهی، ما دادخواه هستیم، ما می‌خواهیم که عدالت برقرار بشه، به نظر من این در جامعه ایران تا حد بسیار زیادی جا افتاده و این یک نکته مثبتی هست که ما باید در نظر بگیریم. یعنی تمامی این خشونت‌ها، این که روان مردم اینجا آسیب دیده و این به قول معروف خشونت در روح و جانشون نفوذ کرده، اینا واقعیت داره، این درسته. من حتی یکی از اقوام از خانواده خودم از ایران اومدش چند وقت پیش و واقعا من خیلی سختم بود باش برخورد کنم و این واقعا اینا آسیب دیدن، این فشارهای مختلف روح و روان اینها رو آزرده کرده و اینا در واکنش قرار گرفتن، همه در این مسئله بودن. ولی این مسئله هم جا افتاده، یعنی مثلا من دیدم که حتی از این افراد سرشناس مثلا خانم فراهانی، گلشیفته فراهانی، من دیدم یه توییتی در این رابطه نوشته بود و بسیارم باثاب داشت. البته خیلی از این کسانی که خشونت طلب هستن و در مسائل سیاسی هم ما می‌بینیم که گرایشات خشونت طلب دارن، به ایشون هم در واقع تو این زمینه دل لطف و محبتی کرده بودم، منتها نشون میده که یک جامعه به این سمت رفته و این در واقع از یک پیشرفت اجتماعی ما نسبت به دهه 60 کردیم که یعنی اوایل انقلاب که به قول معروف اعدام‌ها خریدار داشت و اون حرکات آقای خلخالی و اینها خب خیلی‌ها تشویقش می‌کردن، الان اون خشونت‌هایش، یعنی درخواست اون خشونت‌ها خیلی کمتر شده و درخواست برای اجرای عدالت زیاد شده. این یک نکته مثبتی هستش. منتها من در جواب این دوستی که الان صحبت کرده، هموطن عزیزمون، باید عرض کنم خدمتتون، به نظر من دادن فحش، دادن، استفاده کردن از خشونت از هر نظری ضرر داره. یکی این که اگر ما به دام بیفتیم تو از خودت نمیتونی دفاع بکنی، یعنی در مقابل بازجو، در مقابل زندانبان تو از خودت بیدفاع میشی، چون بازجو به راحتی میتونه روی تو فشار وارد بکنه که تو این حرفو زدی و خطاکار هستی، باید تاوانشو بدی. ولی وقتی تو درست مبارزه کرده باشی، از این در واقع نوع خشونت استفاده نکرده باشی، تو در موضع قوت هستی و میتونی از خودت دفاع بکنی. در صورتی وقتی شما از خشونت استفاده میکنی، وقتی چیزی رو میخوای بسازی، یعنی فرض کن مثلا پیروز میخوای بشی، پیروزم شدی، این خشونت دست از سر تو بر نمیداره، این خودش رو بازسازی میکنه و اون چیزی که در نهایت تو میسازی خیلی چیز دوری از اون وضعیت در واقع کنونی نمیشه و این همون اشتباهی بودش که
در انقلاب 57 تکرار شد. یعنی اون خشونت هایی که انقلابیان، یک بخشی از انقلابیان انجام دادن، همون بازسازی شدش و شد این وضعیتی که ما امروز هستیم. اگر اون خشونت ها تکرار نمی شد، یک سری خشونت ها تکرار نمی شد، وضعیت میتونست خیلی متفاوت باشه. به همین خاطر بسیار 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 به نفع ماست از میزان خشونت تا هر مقداری که شده کم بکنیم. حتی ممکنه بعضی جاها اشتباه بکنیم، ولی به هر حال باید تمرین کرد و خشونت رو کمتر و کمتر ازش استفاده کرد. خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. کاملا موافقم. من نشد. آقای یزدانی عزیز، خانم بیرجندی، لطفا شما بفرمایید و بعد آقای رفیع و جمع‌بندی نهایی. ممنونم، ببخشید من امروز پرحرفی کردم. اولین که بگم یه چیزی توی صحبت قبلیم فراموش کردم بگم که حالا میتونم در ادامه صحبت آقای سبزیان بگم که به دید خود من در واقع این اتفاقات تو ایران رو دارم به چشم یک جنگ، اونم یه جنگ نابرابر دارم نگاه میکنم و میخوام از شما خواهش کنم که یک لحظه تصور کنید که، چون خب دیدیم دیگه، هست واقعیت و فیلماش دیدیم، فکر کنید که توی خونتون با بچه 6 ماه نشستین و شیشه خونتون میشکنه و گاز اشکاور میفته توی خونه شما، در صورتی که شما نه بیرون بودید، نه تو تجمعات بودید، نه شعار دادید، نه هیچی، تو خونتون نشستین این اتفاق افتاده. و یا اینکه با شما میگم اینو تجسم کنید که وسط این تجمعات توی خیابون هستیم، توی این اعتراضات هستیم، برخوردی که با هر کسی داره میشه اونجا، اون سرکوبی که داره صورت میگیره، اون شلیکی که بهشون میشه، آیا واقعا ما اون لحظه، دارم میگم من خودم رو میگم، من خودم مجسم میکنم که اون وسطم و دارم کتک میخورم، اصلا داره باتون میخوره تو سر من، من واقعا اون لحظه باید گفتگو کنم باهاشون، باید بهشون گل بدم، باید بگم اجازه بدید صبر کنید با هم حرف بزنیم. منظورم میدونید اینه که یکم بیایم خودمون رو تو اون فضا فقط تصور کنیم که چه اتفاقی داره میفته. و بازم میگم این واقعا شکل یه جنگ گرفت، ما واقعا یه دشمن داخلی داریم که داره با مردم اینجوری رفتار، با مردم اون جامعه، کسایی که حتی همسایه همدیگه هستن، این همسایه بیاد تو خونه اون همسایه شیشهشو بشکنه یا بچهشو ببرن یا هر چیزی. اما در مورد صحبت آقای یزدانی اگه اشتباه نکنم که ایشون فرمودن اگر فوش ندن، اگر اینجور نکنن، میخوام بگم آقای یزدانی، ما بسیاری از دانشجوامون تو اعتراضاتشون فقط همون شعار زن زندگی آزادی دادن، فوش ندادن، تحسن کردن، یا فقط مثلا برای سلفشون رفتن نشستن اون تفکیک رو جدا کردن، پسر و دختر نشستن، یا حتی اومدن توی حیات دانشگاه نشستن. شما فکر میکنید واقعا اون بازجو شما فوش داده یا نداده با شما رفتار مهربانی خواهد داشت؟ به شما لطف و محبت میکنه و میگه تو الان قدرت دستت، میتونی به من از خودت دفاع کنی؟ اصلا چنین چیزی نیست. شما حتی اگه تو خیابونم بگیرن ببرنتون، با شما رفتاری رو میکنن با کسی که حتی یه دونه بسیجی رو کشته، فرقی برای اونا نمیکنه. من نمیدونم حالا از چه دیدگاهی شما این صحبت کردین، ولی فقط خواستم بگم که با این بخش از صحبت شما مخالف هستم. ممنون از شما، مرسی. من از شما خانم بیرجندی، البته باید این نکته رو اضافه کنیم که ما با یک رژیمی طرفیم به اسم جمهوری اسلامی، یعنی با هیچ نهاد، گروه، چه میدونم، حزب، حکومت، رژیم، با هیچ چیزی واقعا قابل قیاس نیستن. حتی با ما او، حتی با ما او به نظر من اینا قابل مقایسه نیستن، اینقدر خوی خشنی دارن. حالا به هر حال این خشونتیه که چندین ساله در بین مردم وجود داره و باید یه جوری تخلیه بشه. آقای رفیع، بشنویم شما رو. من با اولش با صحبتم با یه توت خاطره یاداوری از خاطره صبت کنم. یکیش این که آقای رفسنجانی در موقع کودتا علیه انقلاب گفتش که ما اشتباهات شاه را تکرار نمی کنیم. آقای هادی قفاری وقتی که ساختمان جبهه ملی رو آتش می زدن گفت ای طرفدارای پولتاریا، ما مولاتاریا وقتی قدرت رو به دست بگیریم هیچ کس از ما نمی تونه پس بگیره. و
اعلام کردن که حفظ نظام اوجب واجبات است. بنابراین اینها برای حفظ نظامشون از هر جنایت و خیانتی کوتاهی نخواهند. این اون طرف. این طرف. میگید که چجوری با اونها عمل کنیم. خیلی قشنگ توضیح دادن ایشون چند بار که همجنس اونها نشیم. همجنس اونها شدیم. فرضم کنید که زورمونم بیشتر از اونها شد. مطمئن باشید استبداد تغییر ممکنه شکلش تغییر کنه. به نام امنیت به موندان شما فراموش نکنید مردم الان اگر بخوان بیان باید تفنگ و تیر و اینا نباشه، چون اگه اونا باشه میگن ناامنی نمیان، وقتی مردم هم نیان میشه بعد دو تا نیروی مسلح، یکی این طرف یکی اون طرف، کدوم زورش بیشتره. و اینجا مردم میگن آی مردم امنیت نیست، امنیت هم متاسفانه جامعه ما معنیش اینه که جونم در خطر نباشه، نمیگن حقوقم در خطر نباشه، چون متاسفانه این یکی رو نمیدونن که امنیت یعنی حفظ حقوق، حقوق من به عنوان بشر و شهروند، نه به عنوان یک جاندار که میتونه جانش در خطر باشه. و متاسفانه امنیت رو اینجور میفهمن، بنابراین مردم میان که میان عقب، خالی میشه صحنه و زور اون آذرات بهتون بگم خیلی زیاده، مگر اینکه آقای کسی ببره آقای آنتش آمریکا رو بخواد بیاره این داخل کشور ما، مثل همون چیزایی که توی دیگه شد، با این ما نمیخوایم. بنابراین همجنس نشدن مهمه. میگید چی کار کنیم؟ میگید من باید مثلا وقتی یک پاسداری میاد بخواد به یه دختر خانم بزنه، باید 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا آدمی که اونجا هستن بیان طرف پاسدار، حالی کنن پاسدار که حاضر نیستن اجازه بدن و پاسدار بره. و این کار تو من یادم میاد حتی تا سال 88 شد، تو انقلاب 57 شد. شما هی میگید انقلاب 57 نمیخوام، بابا جان درس پیروز شدیم، ببین چجوری عمل کردیم، ببین چطوری ارتش خونسا شد، همون 88 ببین چطوری پاسدارها و پلیس ها در میرفتن، همون موقعی که هنوز جنبش نخوابید، متاسفانه خوابید. میخوام بگم یک چیزی خیلی مهمه، عمل شما هر چی میکاری همون سبز میشه. شما اگر خشونت کاشتید از سوش استقلال و آزادی و برابری و اینا در نمیاد. عمل کردی به خشونت زدایی، همجنس استبدادیان نشدی زیر تحکس علمه. بهتون بگم میگید توش میدن کمک، آقا همه کار میکنن همجنسشون بشید، همجنسشون شدید پیروزن، تا وقتی همجنسشون نشدید میشردن از ترس. پس بابا جان همجنس نشوید. ممنون. ممنون از شما. آقای سبزیان به عنوان آخرین اظهار نظر بفرمایید. فکر کنم سینا پورمن آره قبل از آره پور مراد قبل از آقای سبزی قبل از شما بودن، ایشون اول بشنویم و بعد. با درود خدمت همه عزیزان، من به عنوان یک جوان باهایی خدمتتون عرض کنم که از بچگی این تحقیرها این خشونتها تو مدرسه توی جامعه باش روبرو بودم، ولی از بچگی هم یک آموزه‌های به من یادآوری شده که فکر جنگ رو با فکر قوی‌تر عشق مقابله بکنم. دو سه بار خونه مادرم ریختم، من از نزدیک شاهد بودم که اطلاعاتی چه رفتاری با ما داشتن. یک بار خواهرم رو بازداشت کردن و کاملا با این اوضاع آشنا هستم. ولی اجازه بدید صحبتم با یک خاطره به پایان برسونم. در دهه 60 که موج بازداشت بهائیان خیلی فراگیر بود، یکی از اعضای محفل روحانی، حالا اگه اشتباه نکنم، تهران رو اعدام کرده بودند و همزمان به منزل خانواده ایشون هجوم برده بودن این پاسدارا و داشتن هر کدوم از این پاسدارا یکی از این وسایل رو غارت می‌کردن و هر کدوم یک چیزی رو با خودشون می‌بردن. ولی همسر اون شهید بزرگوار که به تازگی هم عزیزش رو از دست داده بوده، یک لحظه به اون پاسدار میگه که ببخشید یکیشون داشته دون لوستر رو با خودش می‌کنده می‌برده و اون خانم میگه که اجازه بدید من فیوز رو قطع بکنم و بعد شما این کار انجام بده. همون لحظه اون پاسدار به خودش میاد، میگه تو دل خودش میگه که ما اومدیم داریم وسایل
خانواده رو غارت میکنه، ولی اینو به فکر جان ما هستم. و به دوستانشون میگن که هر چیز دستتون هست بگذارید رو بگذارید و بره. هدفم از این صحبت این بود که اگر به ما ظلم میشه، خشونت ابراز میشه، اگر ما بخوایم مقابله به مس کنیم، در واقع این خشونت تکرار میشه و هیچ اتفاق نمیفته، اثرگذار نخواهیم بود. ولی اگر ما این بخشش رو پیش بگیریم، همونطور که گاندی در مبارزاتش یاران هندیش میگفت ببخشید و تظاهرات سکوت بکنید، فکر کنم به این طریق میتونیم موثرتر بشیم. ببخشید. ممنون از شما آقای پورمراد عزیز از نظرتون. آقای سبزیان به عنوان نفر آخر بشنویم و بعد پایان جلسه. خیلی ممنون که دوباره مایک رو در اختیار من قرار دادید. من یک جمله‌ای که مسلماً همه ما هم شنیدیم از خانم شیرین عبادی میگم که دیگه برنده جایزه صلح نوبل شدن، اگر من اشتباه میکنم بنده رو اصلاح کنید. ایشون گفتن که به حق دفاع مشروع مردم ایران احترام بگذاری. دوستان صدای من هست؟ من احساس کنم اینترنت هم رفت. و صداتون هست بعد. خیلی ممنون. خانم عبادی دارن این اعتراضات و اینو دفاع مشروع میدونن. من باز تاکید بکنم، به نظر تک تک دوستان احترام میذارم، منم آدمی نیستم که دنبال خشونت باشم. بحث خشونت نیست عزیزان. منم دوست ندارم انسانی رو ببینم که داره زخمی میشه، آسیب میبینه. اما ما بعضی مواقع، شما فرض کنید، من حالا واقعا جنگ میبینم قضیه رو، حالا نمیدونم شما به چه صورت میبینید. من سعدی رو هم خیلی دوست دارم، البته نه هنوز مولوی، ولی شعری که میگه بنی آدم اعضای یکدیگر، من باور نمیکنم اینا انسان باشن. من عذرخواهی میکنم، شاید بعضی ناراحت بشن. چجوری یه انسان میتونه یه بچه کوچیکو بزنه، تیر بزنه؟ چطور میتونه؟ شما بگید دیگه. من انسانی هستم که من متوجه نمیشم، من واقعا تو درکم نیست که یه انسان بتونه این کارو بکنه. انسان نیست، یا مریضه، یه مشکلی داره. یک انسان تاکید میکنم، یک انسان نمیتونه یک بچه رو این بلا رو سرش بره. یک انسان، باز من تاکید میکنم، یک انسان. حتی انسان نیستن اینا، من نمیدونم چیم واقعا. من اون دوستی که بود، آقای، من اسمشونم فراموش کردم چون صدقم میخوام تن نشه، اما بنده خدا دوستمون اومد گفتش که نمیدونم هر اتفاقی بیفته تو بازاشگاه و نمیدونم توی بازجو میاد و این صحبت ها، من یادم نمیره، من 96 بود تو دیما، دادشان ما رو گرفتن، کردن تو ون، بردن. اصلا طرف نیومد به من بگه که اصلا چی گفتی چی نگفتی. فقط اومد به من گفتش که خب حالا یه سری چیزا در مورد اسامی دوستام گفت و اینکه گفته که شما اومدید اعتراض کردید، اینم حکمتونه، اینم فلان، اینجوری اینجوری اینجوری، همین تمام. اصلا نذاش من حرف بزنم. ببینید، ما یعنی انتظار ببخشید عدالت و نمیدونم قانون مداری نباید داشته باشید از این افراد. حالا من نمیدونم زمان شما چه جوری بوده، ولی من قضیه 4-5 سال پیشه، من اصلا چنین چیزی تا حالا ندیدم از اینا. بعد یک عزیزی هم گفتش که یه خانومو دارن میزنن، 40-50 نفر به سمتش. من نمیدونم، شاید ویدیوها رو نمیبینید، نمیدونم، حالا شاید ما میبینیم شما نمیبینید. اونجا رو دیدید که طرف میاد و همه جوونا میان جلو و طرف کل درآورده داره میزنه، دیگه کار نداره، شما 40-50 نفری مثلا کاری نداره، داره میزنه با کل شما. واقعا اگه کلاش هم داشت با کلاش هم میزد، آر پی جی زد با آر پی جی هم میزد. بابا تانک برداشتن آوردن تو خیابون. واقعا ببینیم اینا رو، واقعا ببینیم، خواهشم ببینیم. من باز تاکید میکنم، من موافق خشونت نیستم، ولی واقعا هم طاقت ندارم هموطنان بمیرن. من هنوز دختر فرشته احمدی جلو چشامه
که مشت یعنی خاک زده تو مشت تو دستاش، مگه چند سالشه؟ اینا خشونته، بعد یه فوش خشونته. یعنی این دوتا پس بیایم خشونت ها رو درجه بندی کنیم یه جلسه. ببین واقعا بیم بکنم، حالا من که در توانم نیست، ولی واقعا بیم خشونت ها رو درجه بندی کنیم. اگه این خشونته اینم خشونته، پس نمیشه که. من واقعا نمیتونم، نمیدونم شما شاید بتونید، من واقعا نمیتونم، من نمیتونم ببینم هموطنان تیر بخواه. آقای شاگان تمومه، واقعا نمیتونم دیگه، نمیتونم با این روشی که شما میگید گل بدیم، دوستانه باشیم، مهربون باشیم باشون، همه رو میکشم. من هم نمیتونم، من واقعا تا الان کشش ندارم. من هر یه دونه این ویدیو میبینم دیوونه میشم، میخوام برم توی خیابونای آلمان. اینقدر پیاده رفتم متراژ کل معلمون حفظم. واقعا من حالم خوب نیست، هیچ کس حالش خوب نیست. واقعا بیایم اگر میخوایم راه حل بدیم، یه راه حل منطقی بدیم. من اجازه است، اجازه میدین؟ من فکر میکنم که ببینید، من میخوام برگردم به منطق حرف خود شما که البته فرمودید اول جمع نبودید، اونجا اشاره شد به این که ما خوب و بد نباید بکنیم. این یه کار بالغانه نیست برای فهمیدن مسائل، چون هر چیزی جنبه های مختلف داره. و باز میخوام برگردم به منطق صحبت شما که گفتید و بارها هم اینجا به زبان های مختلف افراد بهش اشاره کردن که خودمون جایمون فرد بذاریم. ببینید خودمون جای اون فرد بذاریم، این فرد میتونه هر کسی باشه، چون کسی که میکشه، چون کسی که کشته میشه، چون کسی که این ویدیوها رو از زاویه‌های مختلف میبینه. بنابراین اگه منصفانه و شاید بالغانه بخوایم نگاه کنیم، باید قبول کنیم و بپذیریم که هر کدوم از ما شکل متفاوتی برای فهمیدن این وقایع داره. و اگر یه فضاهایی مثل اینجا باز میشه برای صحبت کردن، برای اینکه صحبت‌های افراد جوانه بره که من نمیبینم باز کنه. اون چیزی که شما گفتید نگاه من رو بازتر میکنه، از دامنه دین من رو بسیتر میکنه، اونی که من میگم برای شما و همینطور برای کل جمع. این اون کاری هستش که میخواییم انجام بدیم. درباره مسئله خشونت هم دقیقا همینجوریه، یعنی برای هر چیزی شما همینو ببینید. به خاطر همینه که میگه خوب و بد نمی کنیم. هر کسی با توجه به اون سبقه و تجربه که داره در زندگی خودش یا در فرهنگی که داشته یا در قومی که بزرگ شده یا در مذهبی که حالا مثالی که زدن اینجا بزرگ شده، تعریفش و فهمش از خشونت یا از صلح یا از محبت یا اینا متفاوته. و اینو ما وقتی میشنویم به خاطر این نیست که ببینیم کدومش خوبه یا بده، برای که دامنه فهممون افزایش بدیم. اونقدی که من خیلی با تواضع میخوام عرض کنم، اینجوری اتفاق داره میفته که ببینیم دیگری چطوری تجربه کرد که تا حالا ما نشنیده بودیمش یا تا حالا نفهمیده بودیمش یا الان داره میبینه یا میفهم. و قطعا افرادی هستن که سالهای زیاده دارن مبارزه میکنن و میخوان تغییر بدن و شیوه هاشون هم متفاوت بوده. خود من از زمانی که دانشجو بودم سال 77 تا همین الانه هیچ وقت همیشه بودم، شیوه های مختلفی رو سعی کردم، میخوام بگم حداقل برای خود من متفاوت شد. هرچی که گذشت بیشتر فهمیدم چه چیزی میتونه موثر باشه و چه چیزی نمیتونه. ولی هیچ وقتم به کسی دیگه نگفتم اینجوری برو بکن یا نکن. چرا؟ به خاطر اینکه حق یاد گرفتن از همدیگه نباید بگیریم، ولی میتونیم به همدیگه گوش کنیم که یه راهو دوبار نریم. اشکال هم نداره اگه رفتیم، هم نداره، ولی حق یاد گرفتن، حق تجربه کردن نباید از همدیگه بگیریم. این اون چیزیه که همین الان گفتیم، بارها هم گفته شد، خشونت بچهش خشونته، صبوری هم بچهش ساخته شدن یه چیز جدیده. میدونید برای خیلی ممنون از همه صحبت ها، مثل همیشه واقعا خیلی مؤثر و عالی بود. ببخشید آقای شایبان اگه من زودتر جمع بندی کردم، ولی خیلی ممنون از بازم مدیریت شما. مرسی. نه خانم دکتر، نفرمایید، خیلی هم عالی بود، استفاده کردیم هم از صحبت های شما هم از دیگر عزیزان، همکاران، میهمانان عزیزمون که حضور داشتن. واقعا سپاسگزاری میکنم از همتون.
به هر حال بحث امروز به نظرم بحث واقعا خوبی بود، مفید بود، حداقلش این بود که من خودم شخصا خیلی چیزا آموختم به نوبه خودم، این خیلی برام ارزشمنده. فکر کنم هدف کانونم همین باشه که آگاهیمون بالاتر بره و این خیلی ارزشمنده از نظر خود شخص بنده. بنابراین اگر بخوام جمع‌بندی کنم، جلسه امروز بودش در مورد حق اعتراض و بررسی شعارهای اعتراض سراسری که شما به خوبی از گذشته تا امروز رو بیان کردیم و من میگم خودم شخصا خیلی آموختم از اساتید دیگه، از میهمانان گرامی خیلی آموختم. ممنونم از همتون. این برنامه امروز امشب با همت کمیته پژوهش از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به انجام رسید. میخوام تشکر کنم از همکاران عزیزم که من رو یاری کردم، منشی جلسه خانم زهرا رهایی، ضبط صدا و ادمین ها خانم روزا جهانبین عزیز، خانم ایران دخت کیا و همینطور ستاره دژم. تشکر میکنم از حضورتون و من به رضا شایگان به عنوان مسئول جلسه در ساعت 8:06 غروب 1 نوامبر ختم جلسه رو اعلام می‌کنم. ممنون از حضور همتون.